سلام به همگی، بگین صدای من خوب هست یا نه؟ مرسی، ممنون زنبولک جان از سوپرچتت. میگه سلام بر آرمین عزیز و همه دوستان. سامان، سلام سامان جان. اگه به دور دوم کشیده میشه حتما آرای باطله اول میشه. درسته. اتفاقا من قبل از اینکه لینک بذارم، البته لینک هم الان میذارم ولی فعلا کسی رو بالا نمیارم، یه ذره به من وقت بدین که من یه سری درباره انتخابات هم صحبت کنم. بعد هر کی میخواد بیاد نظرش رو بده. ببینین اگه کسی خواست بیاد، ببینید من به نظرم خیلی نظرات عجیب غریبی داره میاد بالا از همه طرفا. خب قبل از اینکه من یه سری عددهایی رو به شما نشون بدم، میخوام بگم ببینم نظر شما درباره عددسازی و این حرفا چیه. خب برای اینکه بعضیا همیشه میگن هر اتفاقی بیفته میگن عددسازی شده. خب ولی به نظر من نمیرسه که صدای من هست. صدای منو دارین شما؟ بذاریم من چک کنم ببینم همه چی خوبه. آره درسته، همه چی خوبه. من این عددا رو که نگاه میکنم، میگه بله داریم. عددا رو که نگاه میکنم، ببینید این عددایی که الان دارن میدن، اگه رأیای آماری که گرفته شده بود از همه شبکه خبر دست یه لحظه اوکی، بر اساس شبکه‌های خبری که ضد جمهوری اسلامی هستن، اینا همه قسمت‌ها، یعنی همه بنیان‌های آمارگیری که با هیچ کس نیستن، این عدد رو نگاه کنید، تقریبا آمارشون درست بود. تنها اشتباهی که بود این بود رأی باطله بود. یعنی شما اگه رأی باطله رو به محاسبه این آمار اضافه کنین، بعدم اون تغییری که معمولا بین انتظارش هست بین موقع آمارگیری تا موقع انتخاب، یعنی بالاخره موقعی که آمارگیری میشه تا موقع انتخاب یه سری مقدار اشتراک، تا همه انتخابات جهان هم همیشه دیدیم که بعضی کسایی که نمیخواستن رای بدن یه مقدار عوض میشه تا موقع انتخاب. خب یعنی اونو در نظر بگیریم، رأیای باطله که انقدر زیاد بودن که انتظارش نبود و این اشتباه های نامه رو به خاطر این بود خیلی هاش، اونا رو هم اضافه کنی، نتیجه که داده شده خیلی شبیه همون انتظاری بود که این آمار نشون میدن. خب یعنی اگه عددسازی هم بگین شده، کسایی که میگن عددسازی شده به شدت نشده. خب یه دلیل دیگه هم که خیلی عددسازی توش شکه اینه که خب این رأی باطله تعدادشون انقدر زیاده، هم آبروریزی خیلی زیادیه برای جمهوری اسلامی، همه یه چیزی بود که خیلی راحت میشد حذفش کرد. یعنی نه راحت میشد حذفش کرد، یعنی من میگم که خب اینا برای اینکه عددسازی نکردن، برای اینکه تواناییشو ندارن. خب و ولی از چیزهای دیگه راحت تره. خب یعنی حذف رأی باطله از چیزهای دیگه راحت تره، و پر کردن این برای رأی رئیسی، رأی باطله رو پر کردن برای رأی رئیسی، اگه کسی میخواست عددسازی کنه، اینا رو عددسازی بهتر از هر چیزی میشد کرد. یکی دیگه هم این که اینا خیلی میخواستن رئیسی رأیشون مثلا از روحانی و احمدی نژاد بیشتر بشه، یعنی اگه عددسازی میخواستن بکنن یه مقدار میکردن که این بشه. یکی هم خیلی میخواستن که تعداد رأی دهنده ها بالای 50% بشن، و چون یه ذره زیر 50% مون، یعنی اگه می‌خواستن عددسازی کنن اینا یه ذره فشار، یه ذره دیگه اضافه می‌کردن که بره حداقل بالای 50% بشه. خب یعنی به خاطر تعداد رأی باطله، به خاطر اینکه رئیسی رأیش کمتر از اون چیزی شد که اینا می‌خوام، به خاطر اینکه تعداد رأی دهنده‌ها با خیر زیر 50% شد، من فکر می‌کنم عددسازی یا نشده یا اگه شده به خیلی مقدار زیادی نشده. خب یکی این نظر منه، خب میتونه اشتباه باشه، معلومه که. یکی دیگه هم که من فکر می‌کنم براندازای از تاکتیکی یه اشتباه خیلی بزرگی کردن،
و این عدد 20% بود که هی میگفتن این ور اون ور. ببین من اگه برنامه ما رو نگاه میکردیم، کسی که برنامه ما رو دنبال میکرد، من اگه کسی که یادشون باشه، من میگفتم که من چیزی که میگفتم این بود که زیر 50% بشه، زیر 50% بشه خوبه. و هر موقع من اینو میگفتم تو لایف چت میگفتن آمین زیر 50% چیه، 20% هم ماکسیموم 20% نمیشه. میگفتم بابا جون بگین زیر 50% خوبه، شما الان برای انقدر گفتیم 20% که هر چی بالای 20% میشد و این میشد یعنی شکست براندازا. میدونم چه؟ یعنی شما انتظار رو، یعنی این زیر 50% میتونست یه پیروزیه. ببین این میگفتن نه بزرگ به جمهوری اسلامی نشد، یه نه شد و نه، این نه به جمهوری اسلامی بود، نه کوچیک هم نبود ولی نه بزرگ هم نبود، این یه نه متوسط به جمهوری اسلامی. خب یعنی این آماری که ما داریم نه بزرگ به جمهوری اسلامی نشد، مخصوصا بخاطر انتظاری که این براندازا هی رفتن این ور اونور. شما باید انتظار رو کم میکردید. منم همینجوری میگفتم بابا زیر 50% خوبه، زیر 50% بشه خوبه. من همش همینو گفتم، شما هم میگفتی نه 20% 20%. از این چرا با اعتماد به نفس اینجوری شما پیش بینی میکنین؟ همش همینه که انقدر انتظاراتتون رفته بالا، همیشه شکست میخورین. برای اینکه معیار پیروزی رو یه چیز انقدر بزرگ میکنید. خب حالا بعضی هم که هرچی ما بگیم میگن نه خب عدد سازی شده، این حتما بیشتر از 20% اینا نبوده. خب حالا این کسایی که همیشه این حرف رو میزنن هرچی بگم تغییر نمیکنه. این کسایی که اینو میگن حالا چه عدد سازی شده باشه چه نشده باشه خیلی فرقی نداره در نتیجهش. اینا بالاخره چیزی که الان به دنیا گفته خواهد شد همین 48.8%، یعنی 48.8%. خب که دیگه مردم میگن 50% راوند اپش میکنن. خب یعنی این خواهد بود. مشکل اینه که این رأی باطل هم خیلی، من هر جور نگاه میکنم همه دارن میگن 50% 50%، در صورتی که رأی باطل هم باید حساب کنن. اگه رأی باطل رو حساب بکنن نمیشه 50%، میشه 42%. خب یعنی 42% اومده. یعنی من باید نمیدونم چرا الان همه رأی باطل رو همون حساب میکنن برای کسایی که من رأی دادن. خب اینا رأی ندادن دیگه. چرا همه جور دنیا، هم تا کسایی که براندازن هم دارن همه جور میگن 50% 50%. کجا 50%؟ 42%. خب من عددهای خودم الان نشون میدم. آره دقیقه میگه سبیرون چی میگه. آرمین جان خیلی مخلصیم، ممنون. میگه عارف میگه بعضی کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن هم البته رأی دادن. آره خب اشتباه کردن، ولی خب به طور یه سری محاسبه هامون رو به طور نمیدونم دقیق نیستن که اینا همه چیزا که میگیم. یعنی بالاخره یه کسایی هم حتی به اصولگراها رأی دادن که خودشون اصولگرا نیستن ولی حامی اصولگرا هستن. میدونیم چه مثل این امیدانه ها این چیزا، یعنی همه این عددا هستن ولی خب اینا رو چون تعدادشون کمه باید به طور خیلی دقیق، ما آمار رو وقتی داریم میگیم خیلی دقیق نیست، درسته؟ ری میگه اگر جمهوری اسلامی اعلام میکرد مشارکت 70% بود قبول میکردی؟ ببین من چیزی رو که برایش سند وجود نداره، خب یعنی جمهوری اسلامی اگه کسی بیاد بگه که خب اینا عدد سازی کردن، من نمیگم که این امکان نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی یعنی ظرفیت، یعنی چیزی هست، نظامی هست که همچی کاری رو بکنه. خب ولی من ببین مثل خداست، نمیتونم بیام اثبات کنم که آره، نمیتونم بیام اثبات کنم که نه. یعنی کسایی که میگن عدد سازی مثلا شده، مثلا اگه بگه 70% بود، نمیتونم بگم آره حتما عدد سازی شده. جمهوری اسلامی هم که اگه بیاد بگه که مشارکت حتما 70% بود، که منم میتونم بگم آره حتما 70% بود. خب شک اگه که آمار خیلی آماری که مثلا همه جا داشت نشون میداد که 70% تقریبا غیر ممکنه و جمهوری اسلامی بیاد بگه 70%، من به جمهوری اسلامی عددش خیلی شک خواهم کرد، ولی نمیام به طور قطعی بیام بگم که نه حتما درسته، برای اینکه شما برانداز مثلا مدرک نداری. شک خیلی شدید خواهم کرد. خب ولی هر کسی ادعا میکنه باید بیاد یه مدرک یه سندی بده، نمیتونه بر اساس حدس و گمان یه حرفایی بزنه. من میگم من قضاوت با اعتماد شدید نمیکنم،
به این شک دارم، به اینم شک دارم، بدون سندم نمیدونم کی داره درست میگه. خب شما نمیدونم رو باید بهش عادت کنین. نمیدونم خیلی موضوع ضعیفی نیست، اتفاقا نمیدونم واسه موقع قوی ترین موضوعی که یه نفر بگیره. خب ولی آماری که الان داریم بر اساس چیزهایی که پیش بینی شده بود، بر اساس آماری که همه داده بودن، اگه ادجاستش بکنی بر اساس یعنی اگه رأی باطل رو حذف بکنی از مقدار کسایی که رأی دادن، با اون آماری که ما داریم نزدیکه، یعنی خیلی غیر پیش بینی نبود این چیزی که الان شده. ولی الان چیز آماری هم که الان داریم خیلی، یعنی ببینید شما اگه انتظارتون 20% بود، این آبروریزی برای جمهوری اسلامی نیست. ولی اگه یه ذره چیزتون، معیارتون یه چیز قابل قبول تری بود، این آبروریزی برای جمهوری اسلامی. یعنی رأی باطل به این شدید، زیر 50% بودنش، رئیسی فقط 30%، یعنی یه رئیس جمهور داریم که از هر رئیس جمهوری تو تمام تاریخ ایران قابل قبول بودن کمترین جمعیت، درصد جمعیت ایرانه. یعنی اینا بالاخره آبروریزی هست. شما میتونستین روی اینا تمرکز بکنین به جای اینکه هی بگین نه باید همون 20% باشه. شما میگه یکی هم عجله داریم. حالا من یه سر عددا رو خودم عددا رو یه ذره همین قبل از این برنامه یه 5 دقیقه وقت گذاشتم خودم یه ذره محاسبه کردم با شما، الان شیر میکنم نشونتون بدم، شما بگین نظرتون چیه. خب بذارین، خب من یه ذره اینا نشون شما بدم. ببینید اینا الان خیلی روش اعتماد نکنید چون من خیلی روش وقت نذاشتم، من فقط 5 دقیقه اینا رو قبل از برنامه رفتم جمع کردم. حالا 5 دقیقه شاید نشه 10 دقیقه، ولی چجوری چرا زومین نمی کنه؟ خیلی. شما اینو میبینید؟ یا یعنی اینکه زومش کنم؟ چرا من کنترل سکرول میکنم زوم نمی کنه؟ نمیدونم چجوری زومش کرد. خب میتونم یک کاری کنم، میتونم سایز اینو بزرگتر کنم. بیا خب این عددها رو شما میبینید؟ بگین اگه عددام اشتباهه توضیح بدین که چرا اشتباهه. خب زوم کردم نه فانت رو بذار کردم، چون من کنترل شیفت کنترل سکرول اپ میکنم نمیم چرا زوم نمیکنم. معمولا هر سافتوری معمولا این زوم میکنه. خب ببینید من تعداد کسایی که رأی دادن آمار هست، بگین اگه عددام یا محاسبه یا اگه عددام اشتباهه یا اگه محاسبه هم اشتباهه به من بگین که کجاش اشتباهه. خب تعداد کسایی که رأی دادن، البته این رو من میخوام بعدم پر کنم با سالهای قبل، میبینی اینجا همش خالیه، اینا رو آروم آروم پر میکنم، ولی این عدده رو لازم داشتم مال 2000، مال انتخابات 1388 یا 2009، برای اینکه اینو فقط گذاشتم برای اینکه میخوام ببینم که چرا این مهمه. خب تعداد کسایی که رأی دادن 48.8%، یعنی 48.8%، درسته؟ تعداد کسایی که اصولگرا رأی دادن، خب من اصولگرا رو جمع کردم، رضایی و رئیسی رو با هم جمع کردم که ببینم چند درصد اصولگرا هستن. قبول تا اینجا؟ یعنی 61% و 11%، این عدد درسته یا نه؟ بذار من یه نگاهی کنیم. آره 61% و 11 درسته؟ آره درست. یعنی به طور کامل 73% اصولگرا هستن. قبول این تا اینجا؟ خب کسایی که من این کسایی که به همتی رو رای داده رو گذاشتم اصلاح طلبا، خب میشه 8%، 8.4%. خب رأی باطله رو من گذاشتم 12.8%. خب حالا ابراهیم رئیسی هم جدا اینجا گذاشتم، ولی اون حالا مهم نیست. کل رأی اصولگرا میشه 73%. ولی خب این درصد از درصد کسایی که رأی دادن، ما باید اینا رو
تغییر بدیم این عدد رو که ببینیم از درصد کسایی که میتونستن رای بدن، خب یعنی این 73% از کسایی که رای دادن 73%شون به اصولگراها رای دادن، ولی از تعداد تمام کسایی که میتونستن رای بدن چند درصد به اصولگراها رای دادن؟ خب برای اینکه من بتونم اون عدد پیدا کنم، این 73% رو ضرب کردم با این 48.8%، یعنی 73.7% ضرب در 48.8% میشه 36%. یعنی از کل تعداد کسانی که میتونستن رای بدن، 36.7% مردم ایران از کسایی که میتونن رای بدن به اصولگراها رای دادن، 73% از کسایی که رای دادن به اصولگراها رای دادن، ولی 36% تمام مردم ایران از کسایی که میتونن رای بدن اصولگراها رو قبول دارن. 36% قبول؟ 36% درست؟ قبول دارین اینجا به من بگین؟ خوبه فعلا؟ قبول؟ کسی دنبال میکنی؟ تای کلاس کسی هست؟ تای کلاس یا؟ بگین نگه نمیدین، اگه قبول ندارین بگین که اینو عوض کنم. خب؟ خوبه همه چی؟ بگین دیگه. خیلی خوب. پس نه؟ زنبالا که نه. خب چرا نه؟ چرا نمیفهمی؟ کجاش مشکله؟ میگه نگاه کن، میگه خیر اشتباه داری. خب کجاش اشتباه دارم؟ یعنی این چی؟ بگین دقیقه. آها درست. عارف میگه درست، ما داریم اینجا تخمه میخوریم. بله اوکی، علی خیلی خب. وید میشه رأی باطله. خب رأی باطله 12.8%. خب 12.8% باید دوباره ما اینجا اجاست کنیم. چی میشه؟ من چی بگم به جای اجاست کردن؟ بگم چی؟ بذار من این adjusted انزیم شده. خیلی خب من اینا ببین، این عددهای اصلی اینجاست، اینا عددهای تنظیم شده است، یعنی که تنظیمش کردم که تعداد رأی کل از کل جامعه رو، از کل کسایی که میتونستن رأی بدن رو محاسبه کنه. خب پس رأی های باطله اگه 12.8% بودن از کل جامعه، از همه کسایی که میتونستن رأی بدن، میشه 6%، یعنی میشه 12.8% ضرب در 48.8% میشه 6%. خب از رأی های ابراهیم رئیسی هم میشه 30% از کل کسایی که میتونستن رأی بدن، یعنی 62% کسایی که رأی دادن، 30% همه کسایی که میتونن رأی بدن، تقریبا میشه همش میشه نصف دیگه، درسته؟ تقریبا میشه یه ذره کمتر از نصف. خب یه چیز دیگه هم که من خواستم تنظیم بکنم، تعداد کسایی که رأی دادن رو، من میگم این 48.8% قابل قبول نیست، اینو باید تنظیم میکردیم منهای کسایی که رأی باطله دادن. خب یعنی از این 48.8% 48.8% منهای 6%، منهای 12% نه ها، ببینید اشتباه نکنید، حواستون هست؟ 48.8% و منهای 12% نمیتونی بکنید. خب برای که این 48.8% از تعداد کل این 12.8% از فقط کسایی که رأی دادنه، یعنی 48.8% رو باید منهای 6% بکنید، نه منهای این 12%. خب پس 48.8% منهای 6%، خب میشه 42.5%. این آماریه که باید بگین که برای کسایی به نظر من، خب شما بگین اشتباهی نه، خب این عدد رای دهنده هاست، نه 48.8%، 42.5%. درسته؟ باید این آمار رو تو جهان بگیم، برای اینکه این خیلی نزدیک 50%. به همه روندش میکنن میشه 50%. راوندآپش میکنن میشه 50%. اینو راوند بکنیم میشه 40%. یعنی الان همه دارن میگن نزدیک 50%، در صورتی که همه جهان باید رپورتی که الان باید بدن تو دنیا به نظر من 40%. نباید بگیم 50%، باید بگیم 40%. خب برین همه جا بگید، البته دیگه دیر شد متاسفانه، دیگه این عدد 50% دیگه همه جا همه اینو گفت، خواهند گفت، در صورتی که این عدد رو باید بدن. خب حالا
ببینین یه مشکل دیگه هم که ما داریم، دو تا گروه هستن. آها این میگه 48.8% منهای 6 میشه 42.8%. خب ببینیم این 0.6% شاید نه به خاطر اینه. ببین من حواسم نبود، باید تقصیر من بود که اینو ممیز دوش نشون نداده بودم. خب این اگه نگاه کنی 48 هم اگه بیشتر نشون بدی، این دقیقا 48.8 نیست، این 48 ممیز 78ه. این 6 و 2 هم اگه همش رو نگاه کنی 6 ممیز 24ه. برای همینه دیگه نمیخوام همش شلوغ پلوغ باشه، یعنی اینا یه ذره دقیق تر اگه نشون بدی همش رو اینجوری میتونی ببینی، اون وقت شلوغ پلوغ میشه. برای همین به یه ذره کمتر نشون بدیم، درسته؟ خب حالا یه مشکلی که ما داریم این کیه؟ یه نفر اومده اینجا داره میخواد نظر بده. بذاریم من این رو به شما نشون بدم. این خانم، سلام سلام. آی 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 نظرت چیه؟ تو نظرت چیه؟ آی 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 سلام کن به همه. سلام سلام. خب برو. خب برگردیم. ای سیم منو نخوری یه دفعه. کجایی؟ آها دارم من بازی میکنم. خیلی خب. کجا بودیم؟ آها یادم رفت. آها یه مشکلی که هست، ببینید دو تا گروه ما الان دو تا جبهه داریم. خب جبهه اصلاح طلبا که دیگه با خاک یکی شدن، درسته؟ اینو دیگه همه قبول دارن، دیگه کسی شک نداره. خب که دیگه اصلا هست شد. خب اصلاح طلبا الان دو تا جبهه میمونه که یه مشکلی که هست اینه که هر دو تا این جبهه همدیگر دست کم میگیرن، هر دو تا این جبهه دست همدیگر دست کم میگیرن. واقعا از لحاظ استراتژیکلی این یک خیلی اشتباه جفتشونه. جفتشون هم بزرگن، جفتشون هم بزرگن، اصولگراها و برانداز. این حالا برانداز نگیم چون که بعضی هاشون ضد نظام هستن ولی از براندازی ممکنه بترسن. خب بگیم ضد نظامی ها. ضد نظام خوبه، کلمه خوبی استفاده کنیم. ضد نظامی ها یعنی سه تا گروه ما حساب کنیم. ضد نظامی ها، اصلاح طلب ها، اصولگره ها. اصلاح طلب ها شکست، بزرگترین شکست رو خورن. ما الان دو تا جبهه داریم، اصولگره ها، نه حامی اصولگره ها، خب نه فقط اصولگره ها، برای اینکه بعضی هستن که خودشون افکارشون اصولگرایی نیست ولی حامی اصولگره ها هستن. خب حامی اصولگره ها، حامی اصلاح طلب ها و ضد نظامی ها. خب اصلاح طلب ها هست، یعنی هست که نه ولی تقریبا هست، شکست بزرگ. حامی اصولگره ها و ضد نظام ها، اینا دوتاشون بزرگترین گروه هستن. ولی مشکل اصولگره ها اینه که همش فکر میکنن این ضد نظامی ها هیچن. خب هیچ قدرتی ندارن، هیچ کس، یعنی درصد کمی جامعه هستن. درصد که اشتباهه، اینا رو دست کم گرفتن به ضرر خود اصولگره هاست. یکی دیگه هم خود همین ضد نظامی ها هستن که فکر میکنن اصولگره ها دیگه هیچن، دیگه تموم میشن، همین فردا پس فردا همه چی میخوره به هم، دیگه هیچ قدرتی ندارن، هیچ طرفدار ندارن. نه، اصولگره ها هم هستن، زیاد هم هستن، حذف شدنی هم نیستن. نه ضد نظامی ها حذف شدنی نیستن، نه اصولگره ها چیزن حذف شدنی نیستن، اونا هم حذف شدنی نیستن. اینا باید بدونن که این یه مبارزه ایدئولوژیکی که بین اصولگراها و ضد نظامی هست حالا حالا باقی خواهد ماند و نمیتونین همدیگر رو دست کم بگیرید و تقریبا نمیشه گفت که حالا حالا جفتشون به چیزی که میخوان نمیرسن. خب هم ضد نظامی ها اون براندازی که میخوان حالا حالا نخواهد شد یا شاید هیچ وقت،
همون اصولگرها چیزی که میخوان یک دست شدن نظام و شکست کامل ضد نظامی ها و ضد اینا، اونم نخواهد شد. یعنی این یک رقص بین اصولگراها و ضد نظامی ها هست که فعلا حالا حالها باقی خواهد موند و هر کدومشون هم هر دفعه هی میان میگن شکست آخر و تموم شد و اینا رو ما حذف کردیم و با خاک یکسانش کردیم، احتمال زیاد نمیگم هیچ قطعه ها، دارن بی خود میگن، جفت طرف دارن بی خود میگن. خب و حالا ولی یه مشکل اینه که ببینیم ما عددهای آماری که داریم خیلی همیشه به آماری که داریم از اینکه حالا کی بیشتره، کی افکار کدوم گروه از بقیه قوی تره، این آمار معمولا از حدس و گمانایی که روی توییتر و روی یوتیوب و اینا گفته میشه بهتره. خب ولی 100% که نمیشه بهش اعتبار کرد. ولی خب یعنی ما به اون آمار، از اون آمار رو ترجیح میدیم استفاده کردن از آمار به جای حدس و گمان مردمی که میگن نه من تو خیابان، من تو ایرانم و من با مردم صحبت کردم و تو کوچه و توی مدرسه و اینا، چه میدونم قاصل سلیمانی دیدیم که اینقدر اومد، میگن نه کسایی که تو خیابون اومدن ضد نظام اینقدر اومد، دیدیم که این همه آدم بوده. اینا روش نمیشه حساب کرد، ببخشید. خب درسته که آمار مشکل داره، آمار ضعف داره، ولی از این روشایی که معمولا مردم استفاده میکنن بهتره، خیلی هم بهتره. خب در صورتی که اونا هم ضعف داره، ولی الان دیگه اینا به نظر من اگه خب میگه اگه عدد سازی زیاد شده خب بینم نمیشه دماغ کرد، ولی اگه عدد سازی نشده ما الان فکر کنم اگه بتونیم تقریبا به طور خیلی تقریبی، برای اینکه ببینیم بعضی اینا قاطی هم هستن دیگه، بیایم یه حدسی بزنیم که ببینیم حالا کدوم گروه بیشتره. خب چی میگه؟ کاوه میگه آرمین از کجا به این رسیدی مخالفین اصولگرا را هیچ و کم میدادند مخالفین اصولگرا را هیچ کمی. آها من خب ببینید شعارایی که میدن، حرفایی که میزنن، خب ببین همشون نه، مخالفین همه مخالفین اصولگراها همشون شاید نه، ولی خب من پس باش من درست تر میگم، خطا من به اون کساییه که هی میان میگن که نه اکثر مردم ایران با نظام مخالفن و این جمهوری اسلامی هیچ طرفداری نداره و 99% مردم ایران این حکومت رو نمیخوان، و من خطابم با اون برانداز است که یه همچین حرفایی میزنم و کسایی که طرفدار این نظام هستن رو دست کم دارن میگیرن. شما دشمنان ایدئولوژیکی خودتون رو نباید دست کم بگیرید. خب این دست کم برای شکستتون هم برای همینه، برای اینکه همیشه به جای اینکه پیروز بشین فقط ادعای پیروزی میکنین و تو تخیل خودتون دشمن خودتون رو با هیچ یکی میکنین، وقتی هم که با هیچ یکی شدن اون وقت احساس پیروزی میکنین، در حالی که تو دنیای واقعی اینا هستن، هست شدنی هم نیستن. ببخشید من یه چیزی میگم، وقتی میگم هست شدنی منظورم از لحاظ ایدئولوژیکی ها، یا فکر نکنیم از لحاظ فیزیکی و خشونتی اینا، من به شدت علیه خشونت هستم. وقتی من میگم هست شدنی نیستن منظورم اینه که از لحاظ تغییر نظر با کارای فکری و تبلیغی و ایناست. خب یعنی یه موقع کسی اشتباه نکنه، فکر نکنه من به ازورم از هست چیز دیگه ای هست. خب من به شدت ببینیم اگه یک روزی کسی هم بخواد به اینا خوشونت بکنه، ما به شدت میایم اینجا مخالفتمون رو توی همین کانال به همه نشون میدیم. ای سلام، دوباره این اومد. این خیلی محبت لازم داره، خیلی این دوست داره، محبت زیاد لازم داره، من باید بهش بدم. خب نه این میکروفون میکروفون رو بخواد کس بگیره، برو با کلی بازی کن. خب بشین همینجا. این عدد رو نگاه کنید، زده این مهره صندلی رو در آورد. نه سیمو داره گاز میگیره. اگه خب خیلی خب کجا بودیم؟ آها حالا من خواستم ببینم بر اساس همین آماری که الان داریم به خاطر این انتخابات بیام محاسبه کنم ببینم کیا ضد نظامن،
چیزی که الان بر اساس این آمار بر اکثر کسا ممکنه حساب بکنن زده نظام چند درصدیه، میگم فکر کنم نظرش این باشه که 57% و 0.5% باشه. خب ولی من یه عدد دیگه پیدا میکنم. خب ببینین شما بگید آیا اختلاف نظر دارین با من یا نه در مورد این موضوع. نگاه کنید، ضد جمهوری اسلامی رو عدد اولی رو که ما حساب میکنیم میایم 100% مردم برمیداریم، منهای 48% که اومدن خب و منهای رأی‌های باطل میکنیم. یعنی این درسته؟ این فکر کنم اشتباه، پرانتز بذارم اینجا. اوه پرانتز اشتباه گذاشته بودم. آره درست کنم. آها بهتر شد. آره خب یعنی 100% و منهای این 48% بکنیم. نه این درست، آره درسته، منهای 48% درست گفتم. آره درست گفتم، منهای 48% و منهای این 6% هم باید بشه. قبول؟ اشتباهه یا نه؟ آره یه درسته، 100% یعنی این 48% این 48% نه آره درسته. نه این فکر کنم یه اشتباهی شده. نه من یه اشتباه کردم، نمیتونیم بشه. بذار اینجوری کنم. چرا این 100% نمیشه؟ نه درسته، درست. ای 100% منهای 48% منهای منهای نه این درسته، 48% بذار اینجوری کنم، 1-48% این 52% رای دادن ولی منهای این 6%. خب 6% رو کم کنیم این چی میشه؟ 6%، آره دیگه میشه این باید بشه، یعنی ما اگه جمع بکنیم 45% به علاوه 6% به علاوه این 48% درسته، 100% درسته، 45% رأی ندادن، درسته 45% مردم ایران رأی ندادن. این درسته. آره چنه رای 45% یه چیزی، نه 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 ای اشتباه کردم ببخشید، همون اولی درست بود، 57% آها درسته، نه نه 57% نه این اولی درست بود، من چرا اشتباه کردم، آها ببخشید درسته، ما باید جمع میکنیم درسته، 48% و منهای 100% و منهای 48% بکنیم، باید این 6% رو باید اضافه بکنیم برای که اینا هم جزء کسایی هستند که شرکت نکردن، این رأی باطله رو باید اضافه میکنیم، من چون حواسم نیست، 6% رو باید اضافه میکنیم که یعنی نگین که 51% مردم شرکت نکردن، 51% مردم شرکت نکردن، 57% مردم شرکت نکردن، برای که اون 6% هم باید بهش اضافه کنیم. خب 57% مردم شرکت نکردن، آیا این 57% میشه که همه کسایی که ضد نظام هستن؟ من اینو قبول ندارم. خب اینو درست ندارم، قبول ندارم. میدونی چرا قبول ندارم؟ برای اینکه همه کسایی که رأی ندادن معنیش این نیست که ضد نظامن. خب همه کسایی که رأی ندادن که معنیش این نیست که ضد نظامن.
من یک گروه دیگر هم باید حساب کنیم، کسایی که اصلا سیاسی نیستن. خب کسایی که سیاسی نیستن یعنی نان پولیتیکال، خب اونا رو هم باید حساب کنیم. نان پولیتیک، کسایی که سیاسی نیستن هم باید حساب کنیم. حالا به طور تقریبی ما کجا پیدا کنیم غیر سیاسی ها رو؟ خب غیر سیاسی ها رو من اینجوری حساب کردم، ببینید این خیلی تقریبیه، من قبول دارم که این تقریبیه، ولی شما بیاین من بگین که چجوری، آیا راه بهتری وجود داره برای پیدا کردن غیر سیاسی ها یا نه. خب یعنی هر ببین یه سری کسایی هستن که اصلا ما ببین خیلی مشکل براندازه اینه که الان میان هر کی رأی نداده رو به این حساب میکنه که این مثلا رفراندومه که رأی ندادن به جمهوری اسلامی. آیا هر کسی که رأی نداده اومده رأی نداده به جمهوری اسلامی؟ نه، شما یه قدر دارین آمار خودتون رو زیاد میکنید با این کار. برای اینکه ببینین رأی ندادن خیلی کار راحتیه، انرژی نمیخواد. خب ببینین رأی باطله خیلی انرژی میخواد، یعنی شما پاشدین اومدین توی صف وایسادین، خب کلی وقت گذاشتین تا دم صندوق رأی هم رسیدین، هر کسی رو می‌خواستیم بنویسین ولی مثلا هیچی ننوشتین، یه جوکی یه چیزی نوشتین. خب یعنی این خیلی انرژیه برای رأی ندادن. خب ولی هر کسی که پا نمیشه که مثلا تو خونش مونده، خیلی‌هاشون نمی‌خوان، خیلی‌هاشون اصلا حوصله ندارن، خیلی‌هاشون اصلا فکر سیاسی نیستن، خیلی‌هاشون اصلا چیزای دیگه تو زندگی براشون مهم‌تره. خب یعنی کسایی که اصلا سیاسی نیستن یا سیاست براشون مهم نیست، همه اینا رو نمی‌تونیم بیاریم بذاریم پای حساب نه به جمهوری اسلامی، چون اصلا این کار انرژی نمیخواد. خب برای همین ما باید اینا رو از این آمار 57.5% برداریم. خب ببین من دارم خیلی منصفانه کار میکنم، یعنی فکر نکنید که من دارم سعی میکنم از انبراندازه رو کم کنم، برای اینکه من این 6 درصد رو اومدم اضافه کردم. خب یعنی خیلی ها مثلا میان میگن که کسایی که میان میگن آمار اشتراک 48.8%، من میگم نه، آمار اشتراک 42.5%. اینه این بگی که آرمین تو داری میخوایی بگی براندازه علکی کمن، من اگه بخوام میگم من کمن چرا دارم، به جایی که شما برین همه جور نگاه کنید، حتی ایران اینترنشنال هم داره میاد این آمار رو میده، در صورتی که من میگم نه باید این آمار رو بدین. خب یعنی من دارم خیلی انصافانه کارم کنم، ولی بعد نمیتونیم بیان بگی پس ضد جمهوری ضد نظامی ها 57.5%، به خاطر اینکه این غیر سیاسی ها رو باید ازش کم کنیم. خب غیر سیاسی ها رو من کجا حالا میخوام حساب کنم؟ ببین من این روش رو دارم استفاده میکنم، شما اگه این روش رو قبول ندارین بگین که یه روش بهتر به من بدین. خب من اومدم بزرگترین آمار اشتراک و مال سال 2009 یا سال 1388 رو برداشتم، 85% بود. خب البته خیلی میگن که این الکی زیاده، این عددسازی کردن، این بیشترین ادعای عددسازی بیشترین برای این سال وجود داره تا هر سال دیگه، درسته؟ خب یعنی خیلی میگه که این عدد درست نیست. خب برای کار ما الان حالا بگی پس معنیش اینه که اگه این زیادی بالاتر از اون چیزی که واقعا بوده پس این ماکسیمومشه دیگه، یعنی مینیموم، یعنی حداقل غیر سیاسی های ایران میشه 100 منهای 85. خب یعنی 15% به طور تقریبی دارم میگم، شما اگه روش دیگه داریم بگی، من میگم 15% مردم ایران از کسایی که میتونن رأی بدن غیر سیاسی هست. خب غیر سیاسی هست. حالا من این غیر سیاسی ها رو باید کم کنم از این عددی که ما داریم برای ضد نظامی ها. خب برای همین من میگم تنظیم کنیم، عدد تنظیمی ضد نظامی ها میشه 57.5% منهای 15% میشه 42%، ضد نظامیان ایران میشن 42%. شما نظرتون چیه؟ بله من میدونم، ببین خیلی میگن به این 15% اشکال میگیرم، میگن خیلی اینجوری خیلی اونجوری، نه این درست نیست، ولی تقریبیه دیگه این. خب ما روش دیگه ای ندارم الان من برای پیدا کردن تقریبیه غیر سیاسی ها. خب دقیق معلومه که اینا هیچ کدومش دقیق نیست، اینا همش تقریبیه. به طور تقریبی من الان حساب دارم بهترین عددی که دارم میگم 15%. من اینو
این اسپریدشیت رو اینجا نگه میدارم، اگه یه کسی اومد معرفی کرد یه روش بهتر برای پیدا کردن غیر سیاسی ها، من این عدد رو عوض میکنم اون رو اینجا میذارم. فعلا برای اینکه یه عدد بذاریم اینجا من میگیم 15%. خب نه زد سیاسی، غیر سیاسی، زد سیاسی و غیر سیاسی فرق داره. ببین میگه مگه همه اونایی که رای در اون سال رای ندادن زد سیاسی؟ من چند بار بگم ببینی من دارم ببین وقتی که این بیشترین آمار مشارکت تو انتخابه، یعنی اگه یعنی هر کس یعنی بخوایم ببینیم برای این استدلال هم برای سین، خب بازم این تقریبیه. یعنی من سالی رو که هر کسی یه ذرم یه مقدار میخواست انرژی بذاره که یک برای سیاست تو ببین، اون این سال سالی بود که تحریم انتخابات و اینجور چیزا خیلی بحث نبود. خب یعنی درسته همون زمان هم یک کسایی بودن که مثلا برایشون سیاست و اینا مهم بوده، ولی میگفتن که رای اون سال هم بودن کسایی که مثلا میگن رای دادن بی خود فایده نداره، کم بودن. خب یعنی کسایی که اون موقع انقدر ضد رای بودن و رای رو میخواستن تحریم بکنن و با اینکه سیاست برایشون مهم بوده رای نمیدادن، تعداد خیلی کمی از جامعه بودن. یعنی اکثر کسایی که سیاست الان این آدم زیاد شدن، یعنی اصلاً برای سینه که اکثر کسایی که توی ایران برایشون سیاست یه ذره مهم باشه اومدن رای دادن. نه همه ها، برای همین میگم تقریبی. هی شما هی میخواین کلیگویی کنی میگی مگه همه، مگه همه، مگه من گفتم همه؟ تقریبیه این تعداد کسایی که سیاستی غیر سیاسی نبودن ولی رأی هم ندادن درصد خیلی کمه جامعه بودن. برای همین این عدد و این 15% الان بهترین عدده. آیا این عدد کاملا درسته؟ نه درست نیست. حالا بگیم چقدر؟ بگیم چند؟ 16%، 13%، 12%، یه چیزایی نزدیک های 15% این عدد. آرمین منظورت از غیر سیاسی چیه؟ منظورم از کسایی که براشون اصلا توی زندگیشون جمهوری اسلامی برانداز، اصلاح طلب، اصولگرا، میگم بابا ولمون کن، من آهنگم رو میخوام گوش کنم، کارم رو میخوام برم بکنم، رأی چیه؟ حالا چه رأی اثر داشته باشه چه نداشته باشه. یه کسایی که باشون مثلا ببین، کسایی که مثلا تو توی مهمونی میخوای باش سیاسی صحبت کنی، مثلا یا حرف نمیزنه یا فرار میکنه میخواد درباره یه چیز دیگه حرف بزنه، درباره فشن میخواد صحبت کنه، درباره خواننده ها میخواد صحبت کنه، کسایی که خیلی براشون این چیز اصلا مهم نیست، حوصله انرژی گذاشتن هم برای، یعنی کسایی که از جامعه سیاست و انتخابات و اینا در هر موقعی براشون مهم نیست، خب میگن میخوان برن سراغ چیزای تفریحی، یا نه فقط تفریحی، یعنی چیزایی که مثلا کاسابشون و مثلا چون تحصیلاتشون و این چیزا براشون مهمتره. انرژی هم اگه بذارن بگن که مثلا آره ملا بدن، نه اونقدر انرژی نمیخوام بذارن که پاشم برم مثلا رای حتی مثلا نمیگم که مثلا توی این جامعه که رای دادن مطرح نیست، خب توی ایران رای دادن که مهم نیست، تأثیری نداره، ولی حتی اگه توی جامعه توی ایران، حتی اگه یه جامعه بود که مثلا رای مردم تأثیری داشت، اون موقع هم نمیرفتن رای بدن. خب حتی اگه جمهوری اسلامی هم نبود، یه نظامی بود که مثلا دموکراتیک تر بود و رأی مردم اهمیت داشت، اینا میگن بابا ولمون کن. خب اینا براشون این چیزا مهم نیست، اینا رو غیر سیاسی ها رو، اینا رو من غیر سیاسی حساب میکنم. کاوه میگه که آرمین تو وقتی میخوای آمار آتیستا رو دینداران رو بررسی کنی از آمار مؤسسه گمان استفاده میکنی، ولی حالا از آمار جمهوری اسلامی استفاده میکنی. ببین این آمار نیست، این یه سری مثل سنس، بیشتر شبیه سنسس تا آمار. خب فرق داره. ببینید منم اول برنامه هم گفتم، من گفتم وقتی که آمار رو میگیریم، آمار از موقعی که آمار گرفته شده تا موقع انتخابات تغییر خواهد کرد. انتظار تغییر هم ما همیشه داریم، همه جای دیگه دیدیم خب که مخصوصا مقدار اشتراک از موقعی که آمار گرفته میشه تا موقعی که انتخابات انجام میشه به شدت تغییر، نه به شدت، نه به طور تقریبی، یعنی به مقدار زیادی ولی نه خیلی شدیدی، ولی عوض میشه. خب معمولا هم مقدار اشتراک بیشتر از مثلا شما یک مقدار اشتراک اندازه بگیرین 6 ماه قبل از انتخابات، مقدار اشتراکات بعد از اینکه هیجانی تر میشه یه مقدار نزدیک انتخابات، اون مقدار اشتراک همیشه هر آماری بوده
یه مقدار نزدیک انتخابات بالاتر بوده. خب یعنی من بر اساس مثلا همین این مؤسسه گمان و آمار مثلا ایران اینترنشنال رو که نزدیکتر به انتخابات بوده رو بیشتر از آمار مؤسسه گمان قبول دارم که یه مقدار دورتر از زمان انتخابات بوده. خب البته همه این ببینید این آمارها همشون اشکال دارن. خب ولی من ببینید وقتی که بین آمار و خود رأی حساب میشه، خب من خود رأی رو نزدیکتر به واقعیت میدونم تا آمار. آمار برتری داره به حدس و گمان مردم روی توییتر و یوتیوب و تو خیابون و تو کوچه و پس کوچه و توی مهمونی و اینا. خب یعنی این حدس و گمان مردم که زیر صفر، آمار خیلی بالاتر، ولی خود واقعیت یعنی خود رأی، خود مقدار رأی و اینا دیگه، سنسس و رأی و اینا دیگه بالاتر از خود آمار. حالا میگیم عدد سازی شده. من میگم این اگه عدد سازی شده بود، من گفتم همین اینقدر بر اساس دلایلی که گفتم یا عدد سازی نشده یا عدد سازی به شدت به نظر من نشده، مگر اینکه یه کسی بیاد اثبات بکنه که شده، اون وقت من نظرم عوض میکنم، من حاضرم نظرم عوض کنم. خب ولی هم بر اساس آماری که ما دیدیم از مثلا ایران اینترنشنال، اگه اجاستش بکنی، اگه تنظیمش بکنی به اساس این رأی باطله، خیلی شبیه اون چیزی بود که آمار میگفت. هم اگه نگاه کنی که آبروریزی این رأی باطله، هم دلیلی که اینا 50% که میخواستن نشد، هم دلیلی که رئیسی اون آماری رو که میخواست نگرفت، یعنی از روحانی و احمدی نژاد بیشتر نشد، من دلیل برای اینکه اینا عدد سازی یا نشده یا خیلی زیاد نشده رو بهتون هم اول برنامه گفتم. خب من حالا بگم ببینید، پس ضد نظام، من میگم ضد نظام میشه 42% و 0.5%. خب 42.5%. خب حالا بیاین نگاه کنیم، من سبز کردم چیزایی که مهمه. ببینید ما الان 3 گروه داریم. من به نظرم ضد نظامی ها بهترین عددی که الان داریم، من اینو میتونم عوض کنم. اینو شما بیاین نظرات مخالفتون رو بگی، من این عدد رو عوض میکنم. اینا که رو سنگ ننمیشتم که اینا رو. خب شما بیاین بگی مثلا غیر سیاسی ها مثلا کمترن، من اینو یه دلیل بدی، من اینو عوض میکنم. هر چی رو بخوای من اینجا میتونم عوض کنم. خب اینا رو بعد تازه سالهای دیگه رو من بعد آروم آروم پر کنم، خب که بتونم یه سری نتیجه گیری بهتری بگیرم. خب شما نگاه کنین، 3 چیز مهمه الان: اصولگراها، اصلاح طلبا، ضد نظامی ها. خب ببینید من دارم، شما الان بعضی خاله اعتراض میکنن که من ضد نظامی ها شد زیر 50%، ضد نظامی ها شده زیر 50%. شما میتونید اینو بگین که خب پس این آرمین داره مثلا آرمین داره نشون میده که ما زیر 50%ایم، ولی بازم نگاه کنین از بقیه گروه ها ضد نظامی ها بزرگترن دیگه. خب ببینید این اصلاح طلب ها 4% الان، 4% جمعیت هن، اصولگره ها 36%، ضد نظامی ها 42%. 42%. ای پوچی، اگه همه چی قطع شد معنیش اینه که پوچی سیمو گاز گرفته، کامپیوتر قطع شد. اگه موقع دیدین همه چی قطع شد به خاطر پوچیه. آرمین فقط داره حرف میزنه. خب من لینک گذاشتم برای شما اگه خواستیم بیان چیکار کنم، میخواییم بیان بالا، لینک هم گذاشتم. ببینید برای یه چیزی من بگم، اصولگراها شما نمیتونید این یعنی ببخشید ضد نظامی ها براندازا، شما این 36% رو نمیتونید دست کم بگیرید. 36% رو نمیتونید دست کم بگیرید، این گروه بزرگیه. خب ولی یه چیزی دیگه هم، اصولگراها شما بزرگترین گروه نیستین، ضد نظامی ها بزرگترین گروه هست. اینم اصولگراها باید اینو حواسشون باشه، ضد نظامی ها بزرگترین گروه هست. خب و یه چیز دیگه، هیچ کسی بالای 50% نیست. نگاه کنید، هیچ کسی نمیتونه بگم اکثر مردم ایران با ما هستن. هیچ کسی بالای 50% نیست اینجا، هیچ کسی بالای 50% نیست. اینا حواستون باشه. زنبلوق اومد،
ما بیام ارزش کنیم. زنبلوغ سلام. سلام، خوبی؟ مرسی. خب حالا چیزی که من میخواستم بگم اینه که اون آماره که دادی یه مقدار کوچولوی اشکال داره، مثلا اونجا که 48.8 خب اون در واقع روند شده به سمت بالاست، اصلش 48 و مثلا 78 خب نه. ولی مثلا اون آماری که میگی که 6.2% خب صدا من میاد؟ بله. اونی که مثلا 6.2% اون مثلا 6.2 و مثلا نمیدونم 8.9، یعنی اونم اگه بخواد روند بشه پس میشه 6.3. خب نه من فکر نمی کنم، برای اینکه خب من حساب کردم خودم مال من اینجوری شد. نه نه خب ببینم 12 عدد دقیق رأی باطله چند درصد بوده؟ 12 یعنی از تعداد کسایی که رأی دادن. من اینو الان ببین، من اون شما نگاه کن، اون کسایی که رأی دادن من خودم عدد دقیقشو گذاشتم 48 ممیز 78. این به خاطر اینکه فقط یک، من بیا میتونم همه اینا رو دقیق‌تر، میخواین همه رو من دقیق‌تر نشون بدم؟ خب بیا همه رو بیا همه‌شو با دو تا بیا همه‌شو درست سر نشون بدم. ولی خب اینو به من دقیق رأی باطله دقیق‌ترش چقدر؟ 12 و 12 دوازده و هشتاد و هفته. هشتاد و هفت بیا دقیق تر شد، درست شد، همه چی درست شد. خب حالا یه چیزی مثلا این آمارا چرا مثلا من فکر میکنم خیلی درست نیست، یعنی آمارایی که جمهوری اسلامی داده، یکیش اینه که خب شما آمار اولندش که آمار شورای شهرها رو مثلا که بعضیاش منتشر شده نگاه میکنی، مثلا حتی شهرهای خیلی بزرگ مثل کرج خب اصلا خیلی خنده داره، مثلا در حد مثلا چه میدونم چند هزار تاست. خب مثلا مجموع آرای کرج رو زده 182,000 خورده ای، خب یعنی به 200,000 تا هم نرسه. بعد چجوری شده که مثلا اینا تو ریاست جمهوری مثلا آمار بیشتری رو دادن، در صورتی که شورای شهر مردم میرن به فامیلاشون رأی میدن و خیلی براشون مثلا اون مهمتر بوده تا ریاست جمهوری. خیلی از شهرها رو که الان آماراش در باید نگاه بکنی مثلا آمارهای شورای شهر خیلی پایینه، خیلی پایینه. برای همین اصلا این مشخصه که این عددسازی ها همون اولم هم که گفتی به نظر من این عددسازی ها شده. ببین زنبلوغ جان، شما بر اساس اینکه فلانجا این اتفاق افتاد فلانجا اون اتفاق افتاد یک نظر کلی نمیتونیم بگی؟ یعنی نه من نظر کلی نمیم، من تحلیل هایی که دارم میکنم میگم بر اساس یه سری چیزها مثل پازل، مثلا یه سری چیزهایی که من کنار هم میذارم این تحلیل منه. خب این تحلیل روش توقع، ببینید من اینو قبول میکنم موقعی که یک شرکت مستقل که از لحاظ آمارگیری و اطلاعات از لحاظ علمی تجربه دارن بیاد اینا رو مطالعه بکنه، اون وقت من اونو قبول میکنم. برای که خب، من و تو اکثر آدما از لحاظ محاسبه این عددا نه تخصص داریم و میتونیم، یه چیزی که مطمئنه اینه که ما وقتی که به این چیزا به این روش بررسی میکنیم 100% مطمئن باشیم که ما نتیجه گیری اشتباه خواهیم کرد. ببین اکثر توهمای توطئه هم اینجوری به وجود میاد. من رو میگم این پازلی که میای میگی من پازل چیزای مختلف دیدم میذارم روی هم یه تصویر میبینم، این تصویری که میبینی اکثر کسایی که مثلا توهم توطئه دارن به همین روش یه سری چیزایی رو میان اینجا و اونجا به هم وصل میکنن و یک تصویری میبینن که ممکنه اون تصویر واقعا اونجا نباشه. من نمیگم که حرفی که تو میزنی درست ممکنه درست نباشه، ممکنه حرفی که تو داری میگی درسته، ولی من به خودم هم سر این همچین نتیجه گیری استفاده نمیکنم. برای همین اصلا ما علم آمارگیری و علم محاسبه یعنی استاتستیک و اینا رو داریم. خب یعنی ما این یه چیز یه علم خیلی بزرگیه و خیلی من وقتی این نتیجه گیری رو قبول میکنم که یک همچین شرکتی با یک تجربه خوبی بیاد یه همچین
محاسبه ای برای ما انجام بده. خب آخه مسئله اینه که ما الان همچین شرکتی نه، من حرفت کاملا قبول دارم، کاملا درست میگی، ولی خب ما متاسفانه همچین شرکت مستقلی نداریم و آماری هم که منبعی که به ما داره این آمار رو میده، خب میدانیم که این منبع دروغگوئه. خب یعنی شما اگر نظر منطقی هم بخوای حساب بکنید، از نظر علم منطق میگم، شما میدونید منبعی که داره به شما اطلاعات رو میده این دلیل جان، این دلیل مغلط هست. جنتیک فلسفه میدونید کدومه؟ خب نه مغلطه نیست. ببینید شما، ما آمار داریم دیگه. شما مثلا در مورد مسائل گذشته همجور دروغ شنیدی، خب شما نمیتونی به اعتماد بکنی به یک منبعی که دروغ‌های فراوانی ازش شنیدی. خب شما نمی‌دونید مثلا در مورد هواپیمای اوکراینی ما اعتماد ببین دو تا چیز داری با هم قاطی می‌کنی. این دقیقاً مثل شبیه کسایی که درباره خدا حرف می‌زنن. خب اعتماد نمی‌کنی معنیش نیست که تو داری میای ادعا می‌کنی که اینا دروغ نمیگن، خب، ولی کسی که داره ادعا می‌کنه این عدد درست نیست، باید سند بده. خب شما اگه یه کسی مثلا قابل اعتماد نیست، معنیش اینه که به حرفی که میزنن باید شک کنی، ولی این نمیتونی بیا بگی پس چیزی که دارن میگن به طور قطعی دروغه. خب تو اگه بگی بر اساس منبع، ببین تو اگه یک ادعای رو بخاطر بر اساس منبع اطلاعات بگی که ادعا کنی که این دروغه به خاطر منبعش، این یک مغلطه است به اسم مغلطه ژنتیک. خب اسم این مغلطه ژنتیکه، یعنی به خاطر منبع اطلاعات دارید ادعا میکنید که این اطلاعات غلطه به خاطر منبعش. خب شما به خاطر منبع اطلاعات میتونید بگی که من به این ادعا شک دارم، ولی نمیتونید خودتون بیان یه ادعا اضافه کنید که این ادعا که این حرفی که میزنه حد. آره من اشتباه گفتم، من میگم که چون منبعی که ما داریم دروغ‌های فراوانی ازش شنیدیم، خب آخه دروغایی که شنیدیم، خب دروغایی است که خودشون هم اعتراف کردن، مثلا داستان هواپیمای اوکراینی، اینا اومدن سه روز گفتن که اصلا از نظر علمی امکان پذیر نیست همچین که مثلا اینجوری شده باشه. یعنی اومده بودن دروغ خودشون داشتن، از نظر علمی هم گفتن امکان پذیر نیست. خب بعد اومدن اعتراف کرد. خب ما دروغای زیادی از اینا شنیدیم، برای همین ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به آماری که اینها دادن. من بر اساس اعتماد به جمهور، ببینید من بر اساس اعتماد به جمهوری اسلامی که نگفتم که این آمار درسته. خب من ببینید حتی بدترین حکومت ها هم خب بعضی موقع یک سری چیزها رو نمیتونن مخفی کنن. خب پیچیدگی مخفی نگه داشتن یک سری اطلاعات بعضی موقع وقتی یک نظامی هم انقدر پیچیده میشه، من نمیگم اینا دروغ نیستا، خب، ولی من میگم که احتمال اینکه دروغ هم نباشم هست. خب احتمالی که دروغ باشه احتمالش هست. آره خب هست. ببین بعضی موقع هم وقتی یه سیستم به اندازه زیادی پیچیده میشه که تعداد کسایی که تو اون سیستم هستن به مقدار زیادی هست که ویسل بلوور، جلوی ویسل بلوور رو گرفتن، ویسل بلوور به فارسی چی میشه؟ واسه کار خدایی میشه. میدونی مثلا چه، یعنی ببینیم مثلا تو فرض کن که توی حکومتی که مثلا خمینی داش، تعداد مهرهایی که توی یک سیستم تعدادش انقدر کمه که مثلا دروغگویی و مخفی نگه داشتن و خیلی راحت تر میشه تا یک سیستمی که مثلا دفتر رهبری رو شما نگاه کنید، دفتر رهبری خمینی مثلا چند نفر توش بودن؟ 8 تا 12 نفر توش بودن. دفتر رهبری خامنه‌ای رو نگاه کنید مثلا 40 هزار نفر توشن. یعنی رسوایی چیزی که شما بعضی موقع هزینه یه چیزی رو که مخفی نگه دارین و بعداً خیلی بیاد بیرون که این دروغ بوده، هزینه‌اش ریسک به هزینه اون انقدر زیاد میشه که به نفعتونه که همون عددهای واقعی رو بدیم بیاین بیرون، ولی بعد تفسیرش بکنین که چرا اینقدر بد نیست. میدونی ازم چه؟ یعنی حتی سیستمی که ممکنه بخواد به مردمش دروغ بگه، بعضی موقع هزینه دروغگویی ممکنه اینقدر زیاد بشه که به جای اینکه بیاد دروغ بگه، بیاد فقط تفسیر بیاد بگه که ببینه این چرا باعث رسوایی ما نمیشه. نمیگم اینجوری شده ها، ولی میگم این احتمال هم هست. خب ببین الان آماری که وجود داره دو حالت بیشتر نه. یا آمار درست یا آمار غلطه، درسته؟ یا اینکه به طور کمی عدد سازی شده. یا غلطه یا درسته. خب الان مثلا محاسباتی که تو کردی بر اساس اینه که اگر این آمار درست باشه، خب یعنی اگر این آمار درست باشه مثلا اونجا میگی 40 مثلا خورده ای درصد هستن که مثلا چه میدونم نگفتن یا فلان گفتن، حالا اگر آمار درست نباشه چند درصد میشه؟ اینو چجوری میشه فهمید؟
نمیدونم دیگه، دیگه بعضی موقع بهتره بگیم نمیدونیم. تو پیشنهاد چیه؟ والا من پیشنهادی که پیشنهادی ندارم، منتها من گفتم بودم بر اساس تحلیل هایی که من خودم دارم برای خودم، البته این توهم خودمه، من قبول دارم بحثی هم توش دارم، ولی میگم بر اساس مثلا فیلم هایی که فرستادن، مثلا من نگاه کردم بر اساس اینکه تماس هایی که من داشتم با دوستانی از شهرهای مختلف که تمام مثلا اکثر جایی که رفتن دیدن واقعا کسی نبوده، همچه آمارایی نمیتونسته باشه. بعد از طرفی هم آمار شورای شهرها اینقدر پایینه، چطوری میتونه مثلا وقتی کسی که به خاطر مثلا فامیلش رفته رأی داده، به فامیلش رأی نده، مثلا رفته به ریاست جمهوری رأی داده، خب این خیلی مشکوکه، مشکوکه در نظر من، خیلی مشکوکه. ببین خب من نمیدونم، اینا به نظر من نمیشه، از این چیزا نمیشه نتیجه گیری کرد. نتیجه گیری نمیتونم بکنم، ولی من میگم خیلی اگر... مشکوکه، خیلی خیلی مشکوکه. ببین شما رو کنین همین، من آخه خیلی تجربه دارم از کسایی که تو مثلا توی 15 سال گذشته دیدم، کسایی که بر اساس چیزایی که تو خیابون دیدن، بر اساس طولانی بودن صفا، از نتیجه گیری آمارایی اومدن دادن که بعد آمار واقعی و آمارای حالا تو ایران که مثلا ما ممکن نداشته باشیم اینا، ولی آمارایی که قابل اعتماد هست یا سنسوسایی که قابل اعتماد هست اومد بیرون، خیلی فرق داشت با چیزی که مردم نتیجه گیری کرده بودن بر اساس این معیارها. میدونی نظرم چیه؟ یعنی من انقدر دیدم که چقدر این روش آمارگیری چقدر غیر قابل اعتماد هست که اصلا من میگم کاملا میذارمش کنار. وقتی که مردم میان میگن که من دیدم که مثلا اینجا خالی بود، و یه نفر دیگه میگه نه من رفتم، من رأی دادم جایی که من بودم پر بود، و میگم که نه مردم رفتم، من اگه یه نفر میان از روانشناسی مردم تحلیل میکنن، میگن که خب نه تو اگه قرار باشه بری با خانواده‌ات نرفتی رأی بدی، ولی رفتی به رئیس جمهور رأی دادی، میان تصمیم میگن که مثلا اینا مردم مثلا چه جوری فکر میکنن، چی میخوان اینا. یعنی ما به این هر روانشناس متخصص هم نمیتونه بیاد از راه دور بیاد ببینه تو مخ مردم داره چی میگذره، و ما اومدیم که سایر که اصلا نمیشناسیم، ما میخوایم تحلیل روانشناسی بکنیم. یعنی این روشه به نظر من فایده ای نداره. البته خب حالا تو فکر نمیکنی مثلا اینها اومدن آمار رو جوری دست دادن یا همچین شرایطی درست کردن که مثلا یه کسی مثل من و شما بیاد بگه خب حالا ما اون روش رو نداریم، پس بیایم با آماری که اینها دادن روی این بحث بکنیم، بعد در نهایت به این نتیجه هم میرسیم که خب تعداد زیادی نیستن که براندازن، این چیزی که خب حکومت میخواد. نظر تو چیه؟ خب ببین آره ممکنه، همه چی ممکنه. خب من میگم احتمالش یه مقدار برای من کمتر شده به خاطر مقدار چیزهایی که دیدیم، واقعا چیزهایی که باید آبروریزی باشه. یه دلیلی که بعضی از این چیزا آبروریزی نیست به خاطر تقصیر خود براندازاست که اومدن انقدر گفتن 20% 20% کرد، در صورتی که اگه انقدر 20% نمی‌کردن این واقعا آبروریزیه، مخصوصا مقدار تعداد رأی باطله، مخصوصا مقدار ساپورتی که رئیسی گرفت که فقط 30% مردم ایرانه، مخصوصا که زیر 50% شد. یعنی من اگه می‌خواستم دستسازی بکنم جمهوری اسلامی، یه ذره دیگه فشار می‌آوردم که این حداقلش 50% خب، مخصوصا که اینقدر رأی باطله رو راحت، یعنی شما 40 میلیون رأی باطله داشتین و اینا رو پر نکردی، یعنی رأی باطله رو پر کردن و با اسم رئیسی کار راحت‌تریه تا هر توطئه دیگه. خب ولی ببین حالا فرض کنیم که من دارم اشتباه می‌کنم، فرض کنیم که من دارم اشتباه می‌کنم و این عددا دروغه، خب یعنی با رأی خود نظام، با عددهای خود نظام، چیزی که ما باید حساب بکنیم اینه که تعداد ضد نظامی ها از تعداد طرفداران اصولگرا بیشتره. حداقل اینو میتونیم بگیم، میتونیم اینو بگیم با قرص خود را، یعنی ما کسایی که طرفدار منتخب خامنه هستن، تعداد اونا، تعداد ضد نظامی ها بر اساس محاسبه ما اینجا کردیم از اصولگراها بیشتره، از حامیان اصولگرا، از حامیان خامنه ای. آره خب حداقل، خب یعنی هر جور حساب بکنیم حداقل این نتیجه گیری رو ما میتونیم بشه. خب آره ببین کلا اگه بخوایم نگاه بکنیم، این انتخابات نشان داد که اکثریت، یعنی بیشتر از نصف، خب گفتن در واقع یک نهی گفتن، یعنی این به نظر من اتفاقا خیلی کار مدنی قشنگی هم بوده، بدون هیچ گونه خشونتی مردم اومدن اعتراض کردن به این موضوع.
و میتونه این خودش مثلا شروع خیلی چیزای دیگه هم باشه. به نظر من خیلی کار متمدنانه ای کردن به نظر من. نظر چیه؟ منظور چیه متمدن یه چی؟ من منظور یعنی منظورم اینه که اومدن یک اعتراضی رو انجام دادن بدون هیچ گونه خشونتی. یعنی حکومت هیچ کاری نمیتونست بکنه در مقابل مردم، هیچ گونه سلاحی نمیتونست به کار ببره، هیچ ترفندی، هیچ استراتژی نداشت. خب آره قبول دارم، ولی به نظر من رأی بزرگی که بر انتظار داشتن نشد، ولی نه خوبی بود به نظر من، نه متوسطی بود. یه سوال دارم زمان آزاد. من این شما میگین اگه که این عدد سازی شده، سه تا سوال: چرا تو این عدد سازی هاشون انقدر رأی های باطل رو زیاد کردن؟ چرا تو عدد سازی هاشون یه کاری نکردن که حداقل تعداد کسایی که رأی دادن حداقل 50 بالای 50% باشه؟ چون زیر 50% بودن با بالای 50% بودن از لحاظ روانی خیلی شدید فرق داره، و اینا موندن زیر 50% و یه ذره بیشترش نکردن که بالای 50% باشه. و اگه اینا عدد سازی کردن، یه سوال دیگه: چرا رئیسی رو هنوز کمتر از هر رئیس جمهوری تو تاریخ ایران درصد رأی بهش دادن؟ درصد رأی رئیسی رو کمتر از هر رئیس جمهوری تو تاریخ ایران بهش دادن. اگه عدد سازی بوده چرا این کار رو کرده؟ جواب اول، جوابی که خودت همیشه دوست داری، نمیدونم. ولی من فکر میکنم اگر عدد سازی شده باشه، خب چرا نتونستن 50% یا بالاتر ببرن و تعداد رأی رئیسی رو ببرن بالا؟ اگر عدد سازی شده باشه، چون عدد سازی انقدر شده که دیگه بیشتر از این نمیتونستن ببرن بالا. یک ذره دیگه اصلا جا نداشته. من اینجوری فکر میکنم. اگر عدد آخه اگه انقدر، یعنی شما میگین، ببینید شما فرض کنید که مثلا کسایی که میگن 20% بوده، یعنی اینا از 20% اووردن، انقدر عددسازی کردن تا اووردنش مرز تا 48.8% اووردنش، ولی گفتن یه ذره بالاتر رای بردن که بگن که اکثر مردم ایران رای دادن. یعنی این که بتونن برن دنیا ادعا کنن که اکثر مردم، یعنی این ادعای اکثر مردم ایران رو از خودشون گرفتن به خاطر که یک و دو دهم درصد دیگر رو اضافه نکردن. آخه ببین، میگم که اگر مثلا عدد سازی شده باشه، اگر رأی واقعی خیلی کمتر از اینها بخواد باشه، خب اینا خیلی هم مثلا زیاد اضافه کردن، خب دیگه بیشتر از این خیلی ضایع بوده دیگه. من میگم بیشتر از این، من میگم 1.2% دیگه بیشتر لازم نبود اضافه کنن. خب نمیگم که حالا بیان بگن 60% 70%. خب نه، ببین 1.2% هم میدونیم چند میلیون رأی میشه، خیلی میشه دیگه، خیلی رأی میشه. یعنی ولی خب فرض کن، یعنی این همه میلیون از 20% تا 48% آورده، ولی اون یه ذره دیگه که مونده بود که بشه 50% دیگه خیلی زیاد میشد. نمیدونم. خب من برای همین، من برای همین شک نمیگم که عدد سازی نکردن. من بر اساس این حرفایی که دارم من میذارم، قبول داری که باید شک بکنم به عدد سازی شدن؟ به همه چیش باید شک کرد. بله. دیگه خب مقدار شک، خدا شک میکنیم به همه چی شک کرد دیگه. ولی خب من میگم مثلا اگه از من بپرسن که خب بالا شک داری عدد سازی شده یا نشده، خب اگه بگن چند درصد، خب من میگم بالای 50% من شک دارم که عدد سازی نشده باشه. یعنی چرا مثلا هیچ بنیان دیگه، یعنی هیچ حتی ایران اینترنشنال و اسرائیل و آمریکا، هیچ کسی این ادعا رو الان نمیکنه که مثلا سند دارن؟ یعنی فقط ادعای مردم رو داریم، یعنی هیچ کسی نمیاد بیاد بگی که اینها ما مثلا یک، حالا ممکنه یه ذره ما میتونیم صبر کنیم، شاید مثلا سند بیاد بیرون باتونیم باید با اعتماد بیشتری که بگیم از دست شده، ولی الان به نظر من باید کسی این ادعا رو نکنه، منتظر باشه که ببینه آیا سندی چیزی بیرون میاد. خب چرا فکر کنم وزارت امور خارجه امریکا گفت که گفتش که اینا انتخاب ایران انتخابات نمیدونم آزاد منصفانه. خب معلومه که نیست. خب دیگه خودش زنبلاغین ادای عددسازی نیست. من همین الانم هم میگم حتی عددسازی هم صفر عددسازی شده باشه، معلومه که این انتخابات آزاد نبود با شور، یعنی
یعنی مگه باید عدد سازی باشه که این انتخابات ها آزاد نباشه؟ که اصلا کی میاد ادعا بکنه که این انتخابات ببین تو فکر میکنی من دارم ادعا میکنم این انتخابات آزاده؟ نه، منظور من این نیست. منظور من اینه که اگر که مثلا بیان حتی کاندیداهایی که واقعا مردم میخوان رو هم بذارن، ولی اگر عدد سازی بکنن باز هم انتخابات آزاد نیست دیگه. معنیش اینه، معلومه. یعنی میخوام بگم اونها دو پهلو صحبت کردن، اونها خیلی با ایهام صحبت کردن، نگفتن که عدد سازی بوده نبوده، ولی ردم نکردن. نه خب معلومه که رد نکردم، ولی حرفی که زدن ادعای عددسازی نبود. حرفی که زدن حرفی که ما قبول داریم، بدون عددسازی این انتخابات اصلا انتخابات نیست، انتصاباته. خب ما اینو خودمون میدونیم، اینو قبول داریم، و حرفی هم که وزارت امور خارجه آمریکا زد این حرف بود. نه ادعای عددسازی نکردن، ادعای این کردن که این انتخاب مردم ایران نیست و همش انتصاباتیه، همش یه جوکه، اصلا ایران جمهوری نیست، دموکراسی معنی نداره توی ایران، و این حرفا رو کاملا ما هممون قبول داریم. شما نگاه کنین، حتی اگه این آمار هم درست باشه، رئیس جمهور ایران انتخاب فقط 30% مردم ایرانه. بله دقیقاً 30%. آره پس یعنی معلومه که اصلا چرته. خب یعنی حتی بر اساس خود آمار جمهوری اسلامی، خب بر اساس خود رأیی که به ما رپورت شده، ابراهیم رئیسی انتخاب مردم ایران نیست. یعنی ما اینو میدونیم، حتی اگه بخوایم اینو به خودشون، یعنی ما لازم نیست که اصلا منتظر باشیم که بگیم عدالت‌سازی شده یا نشده که بتونیم این ادعا رو بکنیم بر اساس چیزایی که الان داریم. حرفت کاملا درسته، من اینو قبول دارم. اوکی خب خوب عالی. حالا ببینیم بچه های دیگه کسی آره رایان منتظره من برم سراغ رایان. ولی باش اگه وقت شد دوباره بیا اگه خواستی، چون یه ویدیوی دیگه هم میخوام آخر برنامه نشون بدم از سامان و رجبی. باشه من زنبلاغ بذارم پایین. رایان جان سلام. خوب هستی؟ من خوبم مرسی. راجب این سوالت که پرسیدی، یکی این که من فکر میکنم که همین رو 48% و 49% و این چیزا، این بیشتر باورپذیره برای مردم. اگه میگفتن 51% بیشتر ضایع بود، یعنی این که بیشتر خودش نشون میداد که عدد سازی شد، یا بگم 50% و نمیدونم چند دهم. ولی من اصلا حیرتم از این که چطوری مثلا میشه این آمار جمهوری اسلامی رو تا دو رقم اعشار ایناشو حساب کرد و قبول کرد. و این حرفی که آقای زنبلق زد درست بود، حرف درستیه. این که میگه که جمهوری اسلامی دروغه، پس آمارش قابل اتکا نیست. شما میگید این مغلطه است. نه این مغلطه به نظر من نیست، نظر شما محترمه، اما این common sense، این کاملا اجرا میشه، هر روز تو همه روابطمون اجرا میشه. شما اگه به پلیس یک بار گزارش دروغ بدی، دفعه بعد بیای یک بگی که یک همچین اتفاقی برام افتاده، باورتون نمیکنن. حالا شما بگی این مغلطه است، ممکنه این دفعه کاملا فرق داشته باشه. یه خانمی میگه به من تجاوز شده، تو دادگاه حساب میکنن، میگن که ثابت میشه که ایشون دروغ گفته. دفعه دیگه اگه واقعا هم بهش تجاوز بشه، دادستانا نمیان جلو تا حدی که امکان داره بر اساس حرف اون خانم نمیان پرونده رو پیش ببرن، مگر اینکه مدارک و دلایلی باشه. اینی که شما میگید مغلطه است، خیر، این کاملا این منطقه که ما بگیم اگه جمهوری اسلامی دروغ گفته، پس به حرفش اعتنا و اتکا نمی کنیم. بفرمایید. خب ببین، من این مغلطه، این حرفی که شما میزنید مغلطه نیست. چیزی که مغلطه هست اینه که ادعا بکنه که این دروغه. ببینید دو تا موضوع هست. خب فرض کنین که آرمین مثلا کلی دروغ میگه، خب بعد من بیام به شما یه ادعا بکنم، خب بعد رایان اگه بگی که آرمین دروغ زیاد میگه، من به این حرف آرمین اعتماد نمی کنم. خب این مغلطه نیست. خب این مغلطه نیست. ولی اگه شما بیان بگین که آرمین زیاد دروغ میگه، برای همین این حرفی که الان داره میزنه حتما دروغه. من ادعا دارین ادعا میکنین، نمیگین که من اعتماد نمی کنم. یعنی دو تا موضوع مختلفه. موضوع اول اینه که بگی من اعتماد نمی کنم،
و نمیدونم که این درسته یا نه. موضوع دوم اینه که این نیست که شما ادعای من قبول نمی‌کنید. موضوع اینه که خودتون دارین یه ادعای جدید می‌کنید. ادعای جدید شما این نیست که اعتماد نمی‌کنید به من. ادعای جدید شما اینه که شما دارید میگی که این حرفش حتما دروغه. موافقم. این مغلطه. این حرف درستی. اما برگردی به اون مسئله‌ای که شما گفتی که چرا در مورد رئیسی که چرا این با آرای بالاتری آرای باطله رو ندادن بهش و اینا چی داد. خب این سوال جوابش میتونه این باشه که شاید حتی خامنه‌ای نمیخواد که رئیسی خیلی رئیس جمهور موفقی باشه. این احتمالش رو میتونیم بدیم. شاید میخوان خرابش کنن. ما دیدیم تو تمام رئیس جمهورهای سابق همشون خراب شدن. الان اگه رئیس جمهوری امروز دل شیر میخواد که بره تو ایران رئیس جمهور بشی، دیگه بهت فوش میدن مردم. تمام رئیس جمهورهایی که ما داشتیم فوش خورشون خیلی ملس بوده، همشون تمام کازیکوزاها سرشون خراب شده. حالا من تصورم اینه چقدر خوب شد که رئیسی شد رئیس جمهور، به خاطر اینکه الان تمامی مسئله اقتصادی رو الان مسئولیتش میره به دوش رئیسی. شاید این خیلی خوب شده باشه برای پسر آقای خامنه ای، خیلی خیلی خوب شده باشه، چون رئیسی خراب میشه اینجا با خراب شدن چند سالش. بله بفرمایید. نه ببین، این شایده که شما میگین درسته، برای اینکه ببین، ولی شاید زیاد هست. خب احتمالات، ولی شاید رو ما میتونیم، شما حرفتون درسته که برای اینکه دارین میگین شاید، خب ما اینا رو نمیدونیم واقعا درسته یا نه، ولی این احتمال حرفی که دارین میگین زیاد، احتمالات زیاد وجود داره. یه احتمال وجود داره که اینا میخوان رئیسی رهبر بشه، یه احتمال وجود داره که میخوان رئیسی رهبر نشه. ولی اگه میخوان رئیسی رهبر بشه، شاید استراتژیشون اینه که همون روشی که خامنه ای اول رئیس جمهور شد بعد رهبر شد، فکر کنن اینا این روش رو ادامه بدن. یا اینکه اگه میخوان رهبر نشه، فکر میکنن که الان وضعیت جوریه که هر کسی رئیس جمهور بشه انقدر خراب میشه که نمیتونه رهبر بشه و هم میخوان رئیس رو خراب کنن. یا اینکه اینا فکرشون اینه که نه، این اصلا تأثیری نداره، انقدر نظام رو میخوان یه دست بکنن که یه نفر خراب بشه خراب نشه، نظر مردم انقدر براشون بی اهمیته که مهم نیست که خراب بشه. خب فرض کنید که 80% مردم ایران هم متنفر رئیسی باشن، میگن ما بازم رهبرش بکنیم اگه نقشمون باشه، خیلی مهم نیست. و اینا اگه که نقششون این باشه که اینو رهبر بکنن، ممکنه میخوان تستش بکنن که آیا این ممکنه که دفتر رهبری براش خیلی مهمه که رهبری آینده اینا رو مثلا بذاره کنار، جوری که خامنه ای همه کسایی که طرف خامنه ای بودن و یکی یکی گذاشت کنار. کسی که الان تو دفتر رهبری هستن براش مهمه، ممکنه این باشه که یک کسی باشه که تو سری خور باشه، هر چی بذارن جلوش امضا بکنه. یعنی اینا قدرتشون رو بعد از خامنه ای نگه دارن. ممکنه که بگن که ممکنه بخوان رئیسی رو رهبر بکنن، نه بخاطر اینکه، یعنی حتی شاید به نفعشون باشه که یه نفر، ببین اینا همش شایده ها، شاید حتی یه نفر ممکنه بخوان یه نفر رهبر باشه که طرفدار مردمی نداشته باشه، بخاطر اینکه طرفدار مردمی میشه اگه زیاد باشه بین اصولگراها، میتونه علیه دفتر رهبری و علیه سپاه مثلا موضع‌گیری بکنه، همونجوری که خامنه ای خیلی کنترل کرد. اینا ممکنه میخوان بعد از خامنه ای خودشون تو قدرت بمونن، برای این میخوان یه نفر رو داشته باشن که نتونه مردمو مثلا جبهه بکنه علیهشون و هر چی قبل، یعنی یه رهبری داشته باشن که به سپاه احتیاج داشته باشه و به قدرت دفتر رهبری احتیاج داشته باشه و اینا بتونن کنترلش کنن. این هم احتمالش وجود داره. بفهمید شما خواستین این چیز دیگه بگین؟ نه من تایید کردم. این خیلی این نظر خوبی میتونه باشه، چون رئیسی پایگاه مردمی نداره، آرایش خیلی کمتره، توی همچین انتخاباتی اومده بالا. خب این خیلی بهتره از اینه که فرض کنی یکی میذاشتن که این با آرای خیلی خیلی بالا میشه رئیس جمهور، مخصوصا تو این موقعیت زمانی که احتمال اینی که خامنه ای تنش خیلی بالاست، احتمال اینی که بیشتر از 4-5 سال زنده نمونه هست خیلی زیاده بر اساس سن و سال و بیماری هایی که داره. ولی راجع به این مثلا میخواستم بگم، شما گفتی که تجزیه تحلیل کردید آمار جمهوری اسلامی رو، به این نتیجه رسیدی که اصلاح طلب 4%، این هدلاینر ها چند درصد؟ 36%. اینا خب این ببین، این اصلا شما این مسئله آمار و رقم اگه یه لحظه بذاری کنار، فکر کنید که اگر که یکی از اصلاح طلب های گنده تایید می شد، فرض کنید مثلا تاج‌زاده تایید می شد،
آیا اون موقع آمار اصلاح طلبات 4% بود؟ خیر، چون تاجزاده رد صلاحیت شده، پس اصلاح طلبات تو جامعه کمترن، اونا همشون از بین رفتن. خیر، اصلاح طلبات 4% نیستن، به مراتب بیشتر از این هستن. اما من یه چیز بالاتر از این هم میخوام بگم به شما، اینه که همین امروز من قبول دارم یه چند میلیونی، حالا ما که آمار نداریم، حتی اصولگرا هستن، خیلی خیلی هم طرفدار آقا به قول خودشون هستن، اما اینا نباید فریب این میلیون ها رو حتی بخوریم، این چند میلیون نفر رو. شما جمهوری اسلامی رو گرچه مثال درستی نیست، اگه با نازی ها مقایسه کنید، شما میبینید که توی سخنرانی و کمپینگ های نازی ها داشتن چند میلیون آدم اونجا حاضر بودن، صدها هزار نفر، و گوش میکردن. شما احساس میکردید تمام ملت آلمان همشون نازی هن. خب بعد از اینکه اینا سقوط کردن، شما دیدید چی شد؟ اون چهره واقعی ملت آلمان رو الان همه دارن میبینن. حالا جمهوری اسلامی هم اگر که فردا سقوط کنه، شما دیگه نمیبینید اونایی که اصلاح طلبن اونا و اصولگراها رو به این صورت بخوان محکم پشتش وایستن. به نظر من احتمال هم داره یه چیزی مثل سوریه بشه، بخوان وایستن اگر که خارجی، قوای خارجی بخوان فشار بیارن، بخوان که سعی کنن ایران رو ناامن کنن. ببخشید ولی رنجان، شما اگه نگاه کنین توی آلمان وقتی سقوط کرد بعد از جنگ جهانی دوم، حتی تا 5 سال بعد از سقوط نظام آدولف، حالا من اسم فامیلیشو نمیارم برای اینکه یوتیوب حساسه به این اسم این شخص، حتی فکر کنم تا 5 سال بعد از سقوط آلمان اگه اشتباه نکنم بالای 40% مردم آلمان هنوز این شخص رو قبول داشته به عنوان یک، خب یعنی خیلی عدد بدیه. شما چه اتفاقاتی افتاد اونجا؟ اینایی که تو ذهن مردمه که اینا مهم نیستش، که شما این مردم چیکار کردن بعد از اون، چه روشی رو پیش گرفتن؟ آلمان بعد از سال صفر مرتبا و مداوما به سمت جلو داشت حرکت میکرده. درسته، منم آیا اومدن جنگای چریکی را انداختن؟ آیا اومدن علیه دولت جنگیدن یا خیر؟ نه، خب البته آمریکا و بقیه کشورها نذاشتن، اصلا نذاشتن آلمان خودش. آیا علیه قوای اشغالگری که اومده بودن اونجا، شما میبینید که به طور مؤثر حرکت‌های مردمی شد؟ خیر، نشد. خب ببینید، ولی این به خاطر این اتفاق کجا بودن؟ 40%. بذار من بگم. آره بفرمایید. یه دلیلی که این اتفاق نیفتاد این بود که کسایی که آلمان رو شکست دادن، این کسایی رو که هنوز این افکار رو داشتن رو دست کم نگرفته. میرازم چیه؟ یعنی این کار فکریه، یعنی کار یعنی پیروزی دشمنان حکومت نازی آلمان فقط زمان جنگ جهانی دوم نبود، کارایی که بعدش هم کردنم باعث ادامه این موفقیت بود، هم تو آلمان هم تو ژاپن. می‌نازم شه. یعنی من میگم که کسایی که ضد ایدئولوژیکی این اصولگراها هستن، نمیتونیم بیاین تصور کنین. ببین، اونا اینا رو دست هم نگرفتن، فکر نکردن اینا فقط به خاطر اینکه مثلا آدولف شکست دادن اینا فردا هست میشن. خب اونا اینا رو، این آدما رو خیلی جدی گرفتن و حرکتشون هم خیلی جدی گرفتن. خب و ببین، جوری هم که نظر عوض شد به خاطر این نظر عوض شد، به خاطر اینکه واقعا این کشور رو دوست، بعد از شکست دشمنشون با این کشور دوستی کردن و این کشور رو ساختن. خب یعنی نظر مردم وقتی که عوض میشه، وقتی که دشمن قبلیت میان یه کاری میکنن که تو با این دشمن ها دوست بشی. یعنی من میگم که کسایی هم که الان طرفدار جمهوری اسلامی هستن، حتی اگه مثلا این نظام یه روزی افتاد، نباید این طرفداران جمهوری اسلامی رو شما دست کم بگیری و نباید حتی باشون دشمنی بکنید. باید هم جدی بگیرینشون و هم باید یه کاری بکنید که اینا شما رو قبول بکنن. یعنی اینا رو شما فقط دشمن خودتون بدونید و بخوام مثلا یه زمانی مثلا هی پیغام بدین که بعد از براندازی شما میخواین از اینا انتقام بگیرید، این دقیقا روشی بود که
کسانی که ضد نازی ها بودن این روش رو استفاده نکردن و روش برعکس این انجام دادن و دست کم هم دست کم نگرفتنشون، هم بعد از شکست آلمان دشمنی باهاش نکردن و کشورشون اومدن ساختن و نه تنها کشورشون ساختن، اجازه دادن که اینا پای این سفره هم بشینن. میدونی لازم چه؟ و منم به نظرم با کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن هم نباید دست کمشون بگیریم، هم فکر کنیم که اینا به خودی خود حس میشن وقتی که این جمهوری اسلامی بره، و هم نباید باهاشون دشمنی شخصی کرد. میتونیم دشمنی میگم دشمنی ایدئولوژیکی، برای اینکه من میتونم با یک نفر دشمنی ایدئولوژیکی بکنم بدون اینکه دشمنی شخصی بکنم. خب من میتونم با یک مسلمان مثلا دشمنی ایدئولوژیکی بکنم ولی به طور شخصی باهاش دوست باشم. خب یعنی به عنوان ایدئولوژیکی با هم رقابت بکنیم. مسئله شخصی نیست، مسئله همون مسئله بر اساس رفتارهایی که اینها کردن. هر کی که جنایت کرده در جمهوری اسلامی، هر کی که جنایت کرده جنایتش برای رسیدگی بشه. یعنی آره، ولی کسایی که به طور مستقیم دست داشتن. ولی من میگم این روش بعض براندازا، نمیگم اکثر، نمیگم خیلی زیاد، نمیدونم چقدرشون، ولی بعضی از براندازا میان یه جوری رفتار میکنن که هر کسی یک ذره از این حکومت حمایت کرده تو باید امکان پذیر نیست. حتی خمینی این کارو نکرد، حتی امکان پذیر نیست که شما هر کی که مثلا طرفدار شاه بوده رو بخوای محاکمه کنی، نمیشه که. و هر کی که طرفدار جمهوری اسلامی بوده، حتی مسندی داشته، حتی حکمی داشته، نه نمیشه این کاری کرد. نه باید خودش حتما به طور مستقیم. اونهایی که جنایت کردن همونطوری که تو آلمان حتی 30 سال 40 سال بعد از اون دادگاهش هنوزم شاید باشه، دادگاهی آقایی بود که استرداد کردن به آلمان 90 و چند سال سنشون، 98-99 سال بود، این میخواستن محاکمهش کنن و محاکمه کردن تمام کسایی که تو اردوگاه ها مرتکب جنایت شدن، دستور جنایت دادن و همه اونها رو. ولی حالا بریم در اصل بحثی که داشتیم. من خیلی کوتاه میگم، زیادم وقت شما نمیگیرم، یه جمله دیگه میگم. اینی که شما میگید که جمهوری اسلامی زیاد نسرسازی نکرده یا اصلا نکرده، نه عدد سازی نظرسازی رو من نگفتم، بلکه نظرسازی که حتما کرده، عدد سازی یا اصلا نکرده یا زیاد نکرده. این عین چیزی که شما گفتی احتمال شما... خب من میدونم عین اینه که گفتی دینه، میگه یا زیاد عدد سازی نکرده یا اصلا نکرده. گفتم به نظر من که خیلی هم احتمال اشتباه بودنش زیاد هست. به نظر من بره. یعنی من حاضرم این نظرمو به اینجوری عوض کنم. آفرین. اینو شما میتونید عوض کنید نظر، به خاطر اینکه شما به طور پیش‌فرض دیفالت این نظرتون رو گذاشتی رو اون نظری که وزارت کشور اعلام کرده و میگید که به نظرم عدد‌سازی نشده زیاد، یا اگه شده زیاد نشده. جمهوری اسلامی همونطوری که آقای زنبلق گفت دروغگوی جمهوری اسلامی. شما باید به طور پیش فرض نظرتون رو بدارید این ور، مگر اینکه ثابت بشه که اونها راست میگن. شما میگید که اونها راست میگن مگر اینکه ثابت بشه دروغ میگن. شما نیاز به نظر من دارید که یک مقداری راجع به آخوندشناسی یه 5-6 سالی تحصیل کنید، فقط رشته آخوندشناسی، که اینا رو بشناسید، که بدونید که دروغ در شیعه اثناشری، شیعه جعفری، دروغ یک فضیلت میتونه باشه، هست. دروغ گفتن مجازه، خود کردن مجازه. شما نمیدونی اینا رو، اگه بدونی که اینجوری صحبت نمی کنی. من معلومه که میدونم. نه به هر که دارم میگم، من که با زندگی نمی کنم، که من میگم آدمی که میگه من فرض میگیرم که اینا درست میگن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب شما باید فرض دیگه اینا دروغ میگن، چون آدم های خب رایان جان شما پس نمیشناسین، شما پس شیعه نمیشناسین، برای اینکه شیعه که نگفته شما داری میگی که اینا اجازه دروغ دارن، ولی اجازه دروغشون شرط شرایط داره و معنیش نیست که هر چی میگن حتما دروغه. حالا شما همین الان گفتی، این گوش کن، گفتی که قبلا خمینی یه
مثلا 4 نفر دور و برش بودن، الان 8 تا 12 آره خیلی بیشترن. درسته، میگه الان اگه دروغ بگن دروغشون مشخص میشه، آبروش میره، هزینهش بالاست. خب نمیشه تا آخونده رو، این اصلا هم چیزی نیست، اصلا هم چیزی نیست که دروغشون اینقدر دروغ گفتن و اینقدر مشخص شده دروغ اینا. اینا میگن ما تو الان جواب سال منو بگیم. بفرمایید. الان جواب بگیم. خب بفرمایید. آیا شما فکر میکنین که این دولت دولتیه که میخواد نظر مردم براش مهمه؟ خیلی الان؟ خب خیلی. پس اگه شما فکر میکنین مهم نیست، یکی این که پس چرا انقدر سازی بکنن که نشون بدن که مردم طرفدارشونه؟ خب اینا دارن به طرفی میخوان آروم آروم برن که اصلا این که چقدر مردم بهشون رای میدن اصلا براشون معیار نباشه. یکی خب بند. یکی که به من بگو که خب ببین من حاضر حرفت رو قبول کنم ولی با سند نه با حدس. ولی اگه میخوام حدس بزنیم اینا، تو به من اینو بگو، یک، چرا رأی باطله رو پر نکردن؟ این همه رأی باطله رو خب؟ همین گفتم به شما گوش نمیکنید. من گفتم به شما به خاطر اینکه الان آقای آرمین نوابی بشینه بگه که اینا درست دارن میگن، به خاطر اینکه این نمیشه که آره باطله رو اعلام کردن. ببین تو بس حرف فقط یعنی شما نیست که خیلی اینطوری میگن بابا جمهوری اسلامی داره درست میگه. اصلا خیلی دید تبلیغ خوبیه. این هشت شعبی میگفتش که شما جمهوری اسلامی رو میخواید صدام مقایسه کنی یا کره شمالی، اون میگفت 100% ما رأی آوردم، 99% جمهوری اسلامی رئیس جمهورش با 62% رئیس جمهور میشه. خب این خب این تو میگی حتما اینا حتما نظرسازی شده، تو چقدر احتمال میدی؟ من میگم که جمهوری اسلامی به نظر احتمال من چقدر میدی که عددسازی شده؟ نه تو الان به من بگو چقدر احتمال میدی که عددسازی شده؟ من احتمال 100%. خب ببین من حاضرم، من دارم، من نمیتونم ثابت کنم. من تو میگی از خودت بگو، من تو ذهنم اینه، من تو ذهنم پوزیشنی رو که دارم، پوزیشنی که من دارم، حتی با اینکه میگم که احتمال داره که عددسازی نشده، خب اصلا به طور قاطعیت نمیگم، یعنی من اصلا 100% حرف نمیزنم. یعنی من پوزیشنی که دارم، من پوزیشنیه که میگم احتمال داره عددسازی نشده و این عددی که داریم شبیه این عددهایی منم که همین دارم میگم. بفرمایید. عددهایی که الان داریم بله خیلی شبیه همون عدداییه که پیش بینی شده بود بر اساس آقای آرمین نوابی. اجازه بدید من حرفای شما رو 2 ساعت گوش کردم، شما داری الان به من میگی من شنونده بودم، شما فکر کنید الان بگو. اومدم بگو آقا مؤسسه نظرسنجی واقعی بره تو ایران همه‌شون رو دستگیر میکنن، اگه بتونن میکشن. شما چی داری میگیرن؟ ایران نظرسنجی نداری که قربونت برم، ایران نظرسنجی نداره، به خدا قسم نداره. شما همون خدایی که نمیدونم به چی اعتقاد دارید. نظرسنجی واقعی تو ایران امکان نداره رایان جان. نظرسنجی ایران، ببین نظرسنجی های تلفنی و اینترنتی ما الان اثبات شده که از لحاظ قابل، یعنی قابل اعتماد هستن به طور تقریبی بر اساس آمارای واقعی. نیازم شه، یعنی ما الان حتی کشورهایی دیگه که وجود داره اومدن مقایسه کردن که آیا مثلا آمارایی که خونه به خونه گرفته میشه آیا قابل مقایسه هست با آمارایی که مثلا با تلفن یا با اینترنت گرفته میشه، و اون مارجین آف ارورش اگه بیای یعنی با اون مارجین آف ارور که به شما میدن، شما میتونین اینا رو تقریبا بیشتر از به شکل قابل قبولی اعتماد کنیم بهشون. خب یعنی ما میتونیم یه عددهایی به طور خوبی، نه به شدت قابل اعتماد ها، ولی بهتر از هر چیز دیگه ای به وسیله تلفن به طرف اینترنت از خارج از ایران از تو خود ایران گرفته بشه. اینا هیچ کدومشون دقیق نیستن، ولی به طور تقریبی قابل اعتماد هستن، بیشتر از حتی اگر مشکلی داشته باشن از حدس و گمانه من و تو بهترن. خب ببینید اینا بعضیشون هم اتفاقا هرچنگای خیلی بد در میاد، ولی اکثرشون از لحاظ علمی میدونن دارن چی کار میکنن، و این مشکلات نظرسنجی های اینترنتی یا تلفنی رو اینا رو توش در نظر گرفته میشه و اینا توش تو مارجین آف ایرورش اینا رو محاسبه میکنن و میذارن. و اگه بگین که مثلا خب کسایی که تو اینترنت هستن یا تو شهر هستن
نظرشون فرق داره با کسی که تو شهرستان و این هستن، اونا رو هم براساس میان ضریب میدن، اینا رو میان عوض میکنن، تنظیم میکنن، یعنی همه این چیزها رو این کسا رو در نظر میگیرن. شما برین روش این نظرسنجی ها رو برین بخونید، ببینین که چجوری هم حد مشکلات خودشون رو میدونن و هم نتیجه گیری هایی که میگیرن بر اساس مقدار اعتمادیه که میشه به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و نحوه نتیجه گیری علمی که دارن. شما برین اونا رو بخونید، میبینید که این بر اساس یه علم خیلی پیشرفته انجام میشه. یعنی اینا نظرسنجی در ایران بدون هماهنگی نهادهای اطلاعاتی نمیتونه نتایج نظرسنجی رو اعلام کنه. نظرسنجی کردن یک چیزیه، نتایجش من... چیز دیگه. ممکنه من شما نتایج بقید. من نظرسنجی های بنیانی رو میگم که با جمهوری اسلامی نیست، حتی ضد جمهوری اسلامی هم ممکنه باشه. زده جا فرق نداره، هر چیزی که در ایران نظرسنجی بشه اگر بخواد اعلام بشه حتما باید در هماهنگی با نهادهای اطلاعاتی باشه. ممکنه من اشتباه کنم، نظرم اینه. من میگم من واقعا لذت میبرم از شنیدن حرفای شما آقای نوال، واقعا لذت میبرم و حرفای درستی میزنید. من اینایی که اختلاف دارم دارم عرض میکنم خدمت شما. من بیشتر از سن شما تو اون کشور زندگی کردم و میشناسم که چه موجوداتی هستن. من 53 سالمه. و تو کشور زندگی کردم و میدونم خیلی از اینایی که از ایران شاید دارن گوش میکنن، گاهی اوقات به برنامه شما گوش میکنن، احتمالاً همین عقیده رو داشته باشن و من خوششانس هستم میتونم اینجا بیام با شما صحبت کنم. این مسئله ای که راجب جمهوری اسلامی و این انتخاباتش و این نظرسنجیاش و همه اینا غیر واقعیه به نظر من. نمیتونه واقعیتی توش باشه. خب ولی ببین، حالا ما یه چیزی رو میتونیم قبول کنیم. خب ما میتونیم قبول کنیم که حتی بر اساس آمارگیری که بر اساس رأیایی که جمهوری اسلامی داره به ما میده، خب که اگه عددسازی شده بهترین شکل ممکنشه برای جمهوری اسلامی، بهترین شکلی که وجود داره اینه که ضد نظامی ها از هر گروهی بیشترن. خب اینو میتونیم قبول کنیم؟ اونا که اینو نمیگن. یعنی ما داریم میگیم، یعنی من دارم میگم که حتی شمایی توی لحظه میگیری خامنه‌ای که اینطوری نتیجه نمیگیره که. خب باشه، من دارم میگم که ببین میگه حماسه خلق کردن. میدونم بابا، من معلومه میدونم. مگر ما خودمون الان میدونیم اینو میتونیم ببینیم؟ ما میگیم یا عدسازی شده یا نشده. خب چه عدسازی شده چه عدسازی نشده باشه، خب ما میتونیم الان بر اساس چیزایی که میدونیم مطمئن باشیم که بزرگترین گروه تو ایران ضد نظامیان. اینو میتونیم بگیم؟ بله درسته. خب؟ که میتونیم یعنی بگیم کاملا درسته. خب یعنی نه، نه بر اساس حدس و گمان، بر اساس خود آمار و حتی آمار. بله خیلی خب، پس حداقل اینو قبول داریم، پس مشکل دیگه نیست. این از همه چی مهمتره؟ مشکلش اینه که فرض کنید بنده به شما فرض کنید $500 بدهکارم، من بیام به همه بگم که آقا من قبول دارم به آقای آرمین $50 بدهکارم، اینا من قبول دارم. شما میگه آقا قبول داری؟ نه، میگه آقا، میگه نه آقا $50 نیست $500. باشه من رنجان، من نظر شما خوبه که من خوبه که نظر مخالف من اینجا اومد دیگه. یعنی مرسی، خیلی ممنون. مرسی. حالا یه ذره دیگه میمونم اگه خواستو برگرد. خواهش میکنم، قربونت شما. خدا خب من قبل از اینکه والا رو بیارم بالا، یه کسی داره میگه آرمین نظرسنجی گمان رو قبول داریم که 20% بود مشارکت. درسته، ولی این نظرسنجی خیلی قبل از انتخابات بود. معمولا ببین، من الان چیزی که دارم 40%. خب یعنی من 50% و 48% رو کم کردم به رأی باطله 40% چیزی که خودشون دارن نشون میدن. یعنی شما هم هر کسی هر جا میره نباید بگیم 50%، باید 40% باید تنظیمش بکنیم به خاطر کسایی که رأی باطله دادن. خب این 40%، یعنی اگه مثلا آمار ایران اینترنشنال رو اگه نگاه بکنید، اشتباهی که آمار اینترنشنال بوده اگه تنظیمش بکنیم با این رأی باطله، با چیزی که الان ما داریم قابل مقایسه هست. نظرسنجی گمان چون خیلی با روز انتخابات فاصله داشته، اینش بالاخره آمار تا روز انتخابات کلی عوض خواهد شد. برای همین اگر نظرسنجی گمان یه مقدار نزدیکتر به انتخاب بود، ممکنه یه چیز، من نمیگم این مشکل خیلی شدید داشته نظرسنجی گمان، من میگم که
ممکنه تغییر. بالاخره ما همیشه دیدیم تو همه انتخابات همه کشورهای دیگه مقدار مشارکت آمار 6 ماه قبل از انتخابات با 1 ماه قبل از انتخابات با 1 هفته قبل از انتخابات خیلی به مقدار زیادی خیلی عوض میشه. من والار رو بیارم بالا. سلام والار جان. سلام. مرسی. یه بحث دیگه که من دارم اینه که یکم داره بزرگ نمایی میشه این انتخابات، یعنی داره یه حالتی میشه که خب حالا که چی، مثلا ما اصلا بگیم 20% مردم فقط ما موافق جمهوری اسلامی هن. ولی در هر صورت انگار فکر نمی کنم با این اعتراض مدنی بشه براندازی انجام داد و حتی خود نظام هم یعنی اصلا براش اهمیت نداره و یه همچین آماری داده. یعنی به نظر من راحت میتونست بیاد بگه آقا بالای 70% شرکت کردن ولی عدسازی نکرده، با نظر شما موافقم، و چون که اصلا واسش مهم نیست که حالا انتخابات چی بوده. حالا نمیدونم باز. خب تو میگی، خب منم قبول دارم که این باعث براندازی اینا نمیشه، تو پیشنهادت چیه پس؟ و من میگم که اصلا بحث میشه سرش، یعنی اصلا بحث نباید سر این باشه. ببین ما آخه با همین آماری که داریم، من به نظرم خیلی از بین المللی استفاده میشه کرد علیه جمهوری اسلامی، حالا نه برای براندازی ولی برای کم کردن اعتبار جهانیش. اینا خیلی دست کم میگیرن اثر اینا. خب مخصوصا برای همین مشکل داشتم که خیلی از برندازا میگفتم 20%، برای اینکه یعنی معیار پیروزی رو خیلی بردم بالا، برای همین این خیلی پیروزی اونی که میخواستیم نشد. منم برای همین میگفتم که انتظار رو بیارین که زیر 50% معنی شکست نظامه و الانم 40%. من میگم که اینو من بذارم بحث کردن روی این که یعنی با تنظیم کردن بر اساس رأی باطله، به جایی که بگیم 48.8% اگه بگیم که بابا 40% چی داریم میگی شما، یعنی این 40% باعث میشه که این ادعایی که خیلی توی مثلا این چپی ها مخصوصا تو جهان میگن که بالاخره این جمهوری اسلامی چیزیه که مردم ایران میخوان، این ادعا رو باید ازشون گرفت. حالا این نمیگم این باعث براندازی میشه، معلومه که نمیشه، ولی خب خیلی این یه امتیازیه که امتیازی مهمیه برای جمهوری اسلامی که این امتیاز ازشون گرفتن. برای من به نظر من امتیاز مهمی بود که باید ازشون گرفته بشه که این ادعا رو نتونن برن بکنن. از بین المللی، از لحاظ فشار حقوق بشری نمیگم تأثیری خواهد گذاشت که اینا رو خواهد شکست خواهد داد، ولی تأثیری خواهد گذاشت که اینا حسش بکنن. به نظر من اصلا امتیاز نیست، چون اصلا جمهوری اسلامی بین الملل اونقدر براش اهمیت نداره. وقتی اصلا نمیخواد مذاکره کنه، اصلش که اون رهبری اصلا نمیخواد که با کسی مذاکره کنه، اصلا حس میکنم الکی داره حواسمون پرت میشه که حالا مثلا وقتی اصلا ما جمهوری نیستیم چرا انتخابات با حواسمون مهم باشه. ببین به نظر من برایشون مهمه، اینا ادعاشون اینه که از بین المللی برایشون مهم نیست، فشارها رو خیلی دارن حس میکنن. اتفاقا فشارهایی که دارن حس میکنن، مخصوصا فشارهایی که روی دفتر رهبری سپاه گذاشته میشه، براشون خیلی مهمتر از فشاریه که روی مردم گذاشته میشه. اینا دارن حس میکنن براشون. شما الان اگه مناظره رو نگاه بکنین، دنبال بکنین تو وین داره چه اتفاقی میفته، اکثر فشاری که دارن میارن رو برداشتن، یعنی حتی ببینید اینا کسی به من بگه درسته اینا، برای اینکه به نظر یعنی فشاری که داشتن می آوردن حتی برای برداشتن تحریما رو رئیسی هم نبود، یعنی فقط در یه میشه چیزی که دارن فشار میارن روی دفتر رهبری و سپاهه، یعنی رئیسی که یعنی من به نظرم اینا میان میگن اینا براش مهم نیست، ولی اینا بالاخره خیلی این تحریما پشت پرده داره روشون فشار میاره به طور خصوصی، یعنی نه بخاطر اینکه دلشون برای مردم اینا میسوزه، اینا فقط ما خودشون. ببینین اینا بعد از اینکه این اصلاح طلبا شکست بزرگی که بهشون دادن، الان دیگه همه نظام دست این اصولگراهاست، اینا فکر میکنن میتونن نظامو یک دست بکنن، ولی به احتمال زیاد نه، من البته من مطمئن نیستم، ولی وقتی که نظام یک دست بشه و همش اصولگرایی بشه، شکاف بین اصولگراها زیاد خواهد شد، برای اینکه یعنی همیشه اینا دشمن تراشی احتیاج خواهند داشت و منافعشون با هم
فرق خواهد داشت. و چیزی که مثلا کسایی که نفت دستشونه با کسایی که اسلحه دستشونه و کسایی که دفتر رهبری دستشونه، اینا هدفاشون با هم کاملا یکی نیست و اینا این شکافایی که بینشون ایجاد میشه باید این کیکی که با هم میخوان تقسیم بکنن باید بزرگتر و بزرگتر بشه که دعوا بینشون کمتر بشه، برای اینکه چیزی که اینا ازش میترسن مردم ایران نیستن. چیزی که اینا ازش میترسن اصولگراها از مردم ایران نمیترسن، اصولگراها از اصلاح طلبا هم نمیترسن، اصولگراها از اصولگراها میترسن. خب برای اینکه یعنی از سپاهی ها از سپاهی ها میترسن، سپاهی ها از دفتر رهبری میترسن، دفتر رهبری از بعضی سپاهی ها میترسن. اینا خودشون اومدن به مردم یک مثلا تصویر یک مثلا یه جوری نشون میدن که انگار همشون یکی هن، ولی پشت پرده اینا با هم منافعشون فرق میکنه و دارن با هم رقابت میکنن و اگه دستشون باز نشه از تحریمی از از اقتصادی این شکاف گنده‌تر و گنده‌تر میشه. برای همین این چیزا از از بین‌المللی خیلی براشون مهمه که دنیا کنارشون نذاره. یعنی به چین و روسیه خیلی اتکا خواهند کرد ولی خیلی ترجیح میدن که بتونن با بقیه جهان هم در تماس باشن. می‌دونی؟ به نظر من البته. درسته. اینجا شما یه آمار نمیدونم البته بر چه اساس میتونیم این آمار رو بگیریم، که یه آمار شما بگیر که چند درصد جمعیت حاضرن هزینه بدن برای برنده بود. چون این 40% که این بودن 60% ضد جمهوری اسلامی، خب خیلی هاشون اصلا غیر سیاسی هن و خیلی هاشون اصلا خب حالا رأی ندادن، خیلی امتیاز خاصی از دست ندادن. چند نفر حاضرن که این حرفت خیلی درسته. خب این حرفت خیلی درسته، برای اینکه حتی اگه اصولگراها تعدادشون از ضد نظامیا بیشتر باشه، این اصولگراها تعداد درصد ایشون که حاضرن هزینه بدن برای این نظام از درصد ضد نظامیایی که حاضرن هزینه بدن خیلی بیشتره. ما کشور دارن هزینه میدن دیگه، چون الان وضعیت اقتصادی رو میبینن و بازم دارن مثل چی حمایت میکنن، یعنی همین الان دارن هزینه میدن. اینا حاضرن حتی خون بدن خیلی هاشون. خب اینا خیلی هاشون حتی حاضرن شهید بشن، نه به شدتی که قبلا بودا، نه به شدتی که درصد مردمی که حاضر بودن به طور داوطلبانه برن با صدام بجنگن، اصلا نزدیک اون زمانا نیست، ولی درصدش از کسایی که ضد نظام هستن و حاضرن هزینه. من نمیگم برین، من ببخشید من مطمئن باشم یه کسی سوء تفاهم نشه، من تشویق این که برین هزینه بدین نیستم. بالاخره اینا خیلی افراطی هن که حاضرن برن هزینه بدن. خب یعنی ضد نظامی ها، من نگم نمیگم که شما حاضر بشین برین خون بدین، نه لطفا این کارا رو نکنید، ولی به نظر من همین که شما ببینید تو پاکستان هم مثلا شما نگاه کنید اصولگراهایی که تو پاکستان هستن خیلی زیادن، با اینکه درصد اقلیتن تعدادشون به شدت هم زیادن و هم اقلیتن، یعنی اینا تناقض نداره، ولی چون با اینکه اقلیت پاکستان هستن، با اینکه چون حاضرن به شدت هزینه بدن به خاطر عقاید اصولگرایشون، توی پاکستان حتی ارتش هم از اینا میترسه. یعنی تنها گروهی که تو پاکستان مثلا ارتش حاضره بهشون امتیاز بده و باهاشون مبارزه نکنه همین اصولگرا هستن، باعث که حداقل جامعه هستن. یعنی این هزینه دادن معیار خیلی مهمیه که خوب شما حق دارین که دارین بهش اشاره میکنین. خیلی درسته این حرفتون. درسته. آها، بعد سوال دیگه هم داشتم که شما با مبارزه مسلحانه و حالا قهرآمیز با جمهوری اسلامی موافقید، مخالفید، دلایلتون چیه؟ من ببینید مبارزه ما مسلحانه، ببینید این تشویق به خشونت میشه دیگه، درسته؟ من ببینید واسید، خب ببینید خشونت تو که نمیشه آخه بدون خشونت جواب داد، میشه مبارزه علیه خشونت این تا بشه تشویق به خشونت. یعنی به نظر من هیچ جوره نمیشه شما خشونت رو بدون خشونت بخوای کنترل کنی یا سرکوبش کنی، یعنی مثلا من هیچ جا امکان پذیر نیستین اصلا. من روش گاندی و نیلسون مندلا و مارتین لوتر کینگ رو ترجیح میدم. به نظرتون خب تاثیرگذار هم بوده؟ یعنی واقعا مثلا گاندی و اینا واقعا من میترسم از این که طرفی رو بگیرم که هزینه‌ای که خواهد داشت از سودش بیشتر باشه، برای همین ممکنه هم نباشه، ولی چون مطمئن نیستم نمیخوام، و مخصوصا که چون هزینه‌ای هست که من نخواهم داد. خب
یعنی چون من جوابم اینه که نمیدونم، خب نمیدونم، و چون این پوزیشن رو گرفتم پوزیشنی خواهد بود که اگه من تبلیغش بکنم کسایی که هزینه‌اش رو باید بدن من نخواهم بود، من تو امنیت نشستم و دارم یک موضوع رو پیشنهاد میکنم که هیچ اگه اشتباه باشه هیچ اشتباه بودن این پوزیشن هیچ هزینه برای من نخواهد داشت، یعنی ریسک، من هیچ ریسکی نخواهم کرد به این پیشنهاد کردن، یعنی میتونه این درست باشه میتونه غلط باشه، و اگه این غلط باشه کسایی که این هزینه رو میدن ریسکش فقط برای اوناست، یعنی من برای من نیست. خب برای همین چون نمیدونم این آیا درسته یا نه، ترجیح میدم پیشنهادش نکنم، خب برای اینکه هزینه اگه این حرف غلطی باشه هزینه‌اش چیزی نیست که من بخوام مسئولیتش رو قبول بکنم. نه دیگه، خب مثلا با کلیتش میگم که مثلا این مثلا براندازی میشه، خب با خشونت دیگه، و مثلا نمیشه بعدن پایه‌گذاری میشه بهتر از انقلاب 57 خواهد بود یا نه امکان داره حتی بدتر از اون بشه؟ امکان داره. ببین برای همین من میگم نمیتونم پیشنهاد بکنم، برای اینکه ممکنه بدتر هم بشه. خب شما نگاه کنین، ما این اصولگراها فصلا فرض کنین که اینا نمیگم حتما میشه، ممکنه واقعا بهتر بشه. خب من میگم هم که ببینید سه تا احتمال مختلف داره، هر کسی هم میگه این احتمالش وجود نداره، به نظر من به طور غیر درست نیست که اینقدر اعتماد دارن. خب کسایی که میگن حتما سکولار دموکراسی میشه اگه این جمهوری نظام بیفته، اینا اشتباه میکنن که اینقدر اعتماد دارن، ولی حتی کسایی هم که میگن نه سوریه و لیبی و اینا میشه حتما میشه، اونا بی خود در اعتماد دارن به این نتیجه گیریشون، و احتمال هم داره که نه لیبی و سوریه بشه نه سکولار دموکراسی بشه، ممکنه به خاطر اینکه کسایی که حاضرن بیشترین هزینه رو برای نگه داشتن نظام خودشون داشته باشن به خاطر اینکه این اصولگرا هستن، ممکن این نظام بره یه نظام شیعه دیگه بیاد. خب یعنی ممکنه تو اون هرجمه، تو خلای قدرتی که به وجود میاد بعد از یه براندازی، ممکنه یه حکومت شیعه دیگه بیاد که ممکنه حتی از این حکومت شیعه هم که داریم افراطی تر هم باشه. خب اونم چون که خب الان اصلا نسل جوان خیلی دورتر شده از این قضایا، درسته، ولی هزینه شو حاضر نیستن بدن. ببینید کسایی که تو خلای قدرت، کسایی که بیشتر از همه قدرت دارن، کسایی که بیشتر از همه تفنگ دارن، کسایی که بیشتر از همه چیز دارن، اینستیتوشن و مثلا بنیانای منظم که به هم وصلن رو دارن. خب کسایی که بیشتر از همه با هم ارتباط دارن و کسایی که بیشتر از همه حاضرن هزینه بدن برای عقایدشون، توی خلای قدرت اینا هستن که بالا میان. خب یعنی ممکنه این براندازا هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم این براندازا ندارم، من نمیگم سکولار دموکراسی نمیشه ها، خب ولی من میگم که ممکنه تو خلای قدرت، ببین همون انقلاب 57 هم که شد اکثر آدم که جمهوری اسلامی چیزی که خمینی میخواست که نمیخواستن، اینی که ولایت فقیه نمیخواستن، ببینید اکثر کسایی که 57 انقلاب کردن اگه میدونستن خمینی تو کتاب ولایت فقیه چی نوشته و چی میخواد، احتمالاً اکثر کسایی که طرفداری کردن ازش طرفداری نمیکردن. اینا اکثر کسایی که تو خیابون اومدن فکر میکردن مثلا جمهوری اسلامی، مثلا اسلامی یعنی چی، یعنی مثلا یه چیزی که عادلانه تر باشه، ضد دیکتاتوری باشه، دموکراسی، فکر کردن دارن برای دموکراسی و حقوق زنا و اینا دارن میجنگن. خب یعنی اون موقع هم که انقلاب شد اکثر مردم یه همچین چیزی میخواستن، ولی خب تو اون خلای قدرت این آخونده بودن که بیشتر از همه با هم یعنی تو مسجدها و اینا قدرت داشتن، به هم وصل بودن، منظم بودن، تونستن بیان بالا. الان هم تازه بیشتر اونطوریه، الان هم تازه نه تنها تو ایران بیشتر از اونه، اینا تونستن یک سیستم شیعی به وجود بیارن که اساس خارج از مرزهای ایران هم به هم وصله، یعنی اینا و از الان هم تازه ببین آخوندهای 57 تفنگ و تانک و هواپیما و اینا نداشتن، خب الان همه اینا رو دارن. خب یعنی هم تو مرز ایران هم خارج از مرز ایران، یعنی تو این خلای قدرت ممکنه دوباره خدای همین مثلا ممکنه خامنه ای و اینا برن یه مش آخوند دیگه ای که با اینا وصل بودن دوباره برگردن سر کار، مذهبی هستن بیان بالا، یعنی مذهبی ها بیان بالا خیلی قدرت داره از کلن لحاظ این که چون یه برانداز آتئیست واقعا اونقدر نمیتونه بیاد هزینه بده، ولی یکی که دین شیعه است میگه که من نهایت شهید میشم تمام میشه میره دیگه، خیلی این خطر که
دقیقا یکی این، یکی دیگه همینه که والا جان کسایی از براندازایی که حاضرن هزینه بدن اون مقدار کمشون که حاضرن هزینه بدن من ازشون میترسم. خب یه حرفایی میزنن انقدر ضد حقوق بشریه، خب یعنی اینا میخوان برن بیافتن دنبال این آخوندا، برن دنبال خودشون و خانوادهشون و اصلا میخوان یه خونریزی شدید بکنن بعضی هاشون. یعنی اکثر براندازای اینجوری نیستن ها، خب ولی اون براندازایی که حاضرن هزینه بدن نحوه حرف زدنشون منو از اینا به همون شکلی که از آخوندا من میترسم از اونا میترسم. خب برای همین حاضرن هزینه بدن دیگه، چون که انگار طلب خشونت مطالبه. خب برای همین من نمیخوام اینو تشریح بکنم، یعنی اگه ما بخوام من میگیم که تبلیغ اینا بکنیم که حمله چیز بشه با اسلحه و اینا بشه، خب اگه بیفته دست این گروه های براندازی که من دیدم کاری که اینا میخوام بکنن، خب میدونی یعنی حداقل باز هم به نفع ماه دیگه، چون هیچ جوره نمیشه با یه همچین چیزای مذهبی و وجود نمیشه جمهوری اسلامی به همین راحتی برد. حداقل ما مثلا خشونت آمیز هم بهشون حمله کنیم، حداقل نهایت حکومتی که بعدش میاد مثلا لائیسمه که میگیم مثلا مذهب از بین میبره، حداقل به نفع ماه دیگه. ما بیایم اینجا یه چیز بکنیم که خشونت آمیز هم اینا مبارزه میکنن بکنن دیگه، یه حوالی یه چند سال دیگه بعد تموم میشه. من ترجیح میدم که من کارم بنید، اگه این حرفی که شما میگین درسته من اونقدر اعتماد ندارم که اینو تشویق بکنم. خب من نمیدونم این درسته نه، ولی من چیزی رو که اعتماد دارم که میدونم تاثیرش مثبته کارهای فکری از پایین به بالاست. خب یعنی همون عصر روشن فکری که مثلا تو اروپا اتفاق افتاد، خب به خاطر اینکه روی کارهای فکری که شد روی مردم، خب ببین مشکل محمد رضا شاه هم این بود، خب فکر می‌خواست عصر روشن فکری رو از اروپا کپی بکنه بیاره تو ایران به جای اینکه از پایین به بالا مردم رو بسازه. البته یه مقدارم مدرسه سازی اینا شد، ولی آزادی بیان و چه می‌دونم سکولاریسم و حق بیان و این کلی چیزای حقوق و یعنی قابلیت پذیرفتن انتقاد و اینا رو از پایین به بالا درست نشم. یعنی من به نظرم باید چیزی که اتفاق افتاد تو عصر روشن فکری این بود که سیاست بعد از این عوض شد که به طور مردم خودشون نظرشون به شدت طوری عوض شد که سیاست نمیتونست دیگه عوض نشه، یعنی به درون حد. من به نظرم مخصوصا یه جوری کاری که من روی چیزی سرمایه گذاری میکنم که میدونم که نمیتونه منفی باشه. یعنی ما اگه مثلا به مردم شک کردن رو یاد بدیم، تفکر نقادانه رو یاد بدیم، تاریخ مثلا ادیان و تاریخ یعنی قابلیت پذیرفتن نقد و از کسایی که باشون اختلاف نظر دارن رو یاد بدیم، اینها من اعتماد دارم که اثرش فقط میتونه مثبت باشه. خب برای همین من میتونم سرمایه گذاری بکنم روی چیزی که شک یعنی شک نباشه که آیا میتونه منفی باشه. یعنی ببینید فکر کنید کسایی که ما بیایم کاری بکنیم که مثلا یه کسایی یه آدمای خیلی زیادی تو ایران هزینه عزیزاشون رو از دست بدن، بعدمون نتیجه که بخواستیم نگیریم. یعنی ما بیایم بگیم که اینو باید اینطوری بشه که با اون نتیجه آخری برسیم، بعد ما بیایم اینو تشویق بکنیم مردم بزرگترین هزینه رو بدن، عزیزاشون رو از دست بدن، بعد اون نتیجه هم خواستیم نگیریم، وقت کی بیاد از ما شکایت کنه؟ یعنی کی بیاد به ما حقش از ما بگیره که ما یعنی من نمیتونم این مسئولیت رو قبول کنم که یه هم چیزی رو تشویق کنم. من روی چیزی کار میکنم که میدونم هزینه منفی نداره. خب من روی چیزی هزینه میکنم که داره دیگه. ببینید چی؟ مثلا زمانم هست، اینکه شما بیاید از پایه ریشه جامعه رو درست کنید سالها ممکنه طول بکشه، اصلا به عمر من و شما هم نرسه و در تمام طول این زمان جمهوری اسلامی داره آدم میکشه، داره مردم رو میکشه و خب این میتونم بگم هزینه اون انگار اعتراض خب مدنی یا همون ریشه سازی که شما میگید هست. من نمیدونم، من نمیتونم بیام آنالیز بکنم که ببینم مقدار هزینه این و سودش چقدره. خب و چون هزینه رو که ما داریم اندازه گیری میکنیم هزینه ای نیست که من خواهم داد، من انقدر نمیتونم اعتماد بکنم که بیام روی این اینو تشویق بکنم. خب من نمیتونم، میدونی؟
یعنی شما چون اصلا انتخاب هم نمیتونید بکنید دیگه، شما اصلا نمیتونید بیاید ایران دیگه مشخصا. بله نمیتونم. خب انتخابتون اون بوده بالاخره، هر کی باید انتخابی بکنه دیگه. من فکر میکنم آره، من انتخابم اینه که روی این تاثیر مثبتی رو که میتونم و یعنی به نظر من یه چیزی هم که باید یاد بدیم اینه که نه تنها فقط مردم، ما نمیخوایم مردم نظرشون با ما یکی بشه، ما میخوایم نظرشون حتی با ما فرق داره بتونن با هم نظرهای مختلف رو قبول کنن و بپذیرن که ما با نظر مخالف میتونیم هم زندگی کنیم. ما اینو بیشتر از هر چیز میخوایم تبلیغ بکنیم و من میگم که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم که میدونیم تاثیرش مثبته اینه که تبلیغ بکنیم با کسایی که آینده این حکومت خواهند شد. میدونیم از همشه مثلا بسیجی ها و اصولگراها و اینا رو دعوت بکنیم که بیان باهاشون مناظره های دوست مناظره های مثلا دوستانه داشته باشیم، برای اینکه به طور کوتاه مدت یه جمعیت، نه ما، همه کسایی که فعالیت میکنن، یه جمعیتی بسازیم که میدونیم یعنی همدیگر رو قبول بکنه حتی با اختلاف نظرهای شدید. خب من امیدم به اینه، یعنی کسایی من میخوام سرمایه گذاری بکنم روی کسایی که آینده این نظام دست اوناست قبل از اینکه به اون رتبه برسن. خب من هدفم اینه. اگه کسای دیگه نه برای اینکه ببینید ما براندازی چیزم داریم، براندازی نرمم داریم. خب شما را سفرز کنید که سقوط شوروی یه براندازی بود بدون خونریزی. خب این سقوط مثلا کاری که مثلا نلسون مندلا کرد اونم یه براندازی بود ولی بدون تشویق خشونت. کاری که گاندی کرد اونم یه براندازی بود ولی بدون تشویق خشونت. کاری که مارتین لوتر کرد، ببینی شما اگه جمهوری اسلامیتون انقدر عوض بشه که دیگه جمهوری اسلامی نباشه این اصلاحات نیست، این براندازیه. برای اینکه اصلاحات یعنی اینکه یه امتیازاتی رو مثل تو همین عربستان یه امتیازاتی رو یه ذره به مردم بدیم که اینا مثل که به یه سک داره کنارت هست یه ذره خورد غذا میریزی که اذیتت نکنه. اصلاحات یعنی یه سری امتیازای یه فشار زیادی به مردم میاری بعد برای اینکه خفشن یه ذره این فشار رو کم میکنی ولی هنوزم دست رو مردم کنترل کامل داری، فقط یه مقدار مثلا برایشون یه گوشت یه استخون میندازی. خب این اصلاحاته، ولی تو اگه نظام رو به شکلی عوض بکنی، یعنی شما میگی که چیزی که حتما باید خونریزی باشه که اسمش برانداز باشه، من میگم نه، برانداز اگه بدون خونریزی اصلا نظام به طور عوض بشه که دیگه اون نظام قبلی نیست، اینم براندازه، اصلاح نیست. من معیار این که یه چیزی برانداز باشه یا نباشه رو خونریزی نمیدونم. خب آخه مثلا کسی که اصلا فکرش اینه که شما باید بمیریش، شما باید کشته بشی و که ما نمیتونیم بیایم مثلا بهش تریبون بدیم که بیاد مثلا حرف بزنه، بهش بگیم که نظر من با شما مخالفه، شما نه منو بکشی. خب این که خب من این کارو کردم، من با داعشی صحبت کردم، ما داعشی داریم که الان بی خدا شده. ما داعشی بود، داعشی هایی میشناختیم که باهاشون صحبت میکردیم که اینا اصلا فکر میکردن که نه تنها ماها، هر حتی مسلمان های همه شیعه ها هم حتی باید کشته شد. ما با اینا صحبت کردیم، اینا الان بی خدا هم. حالا ما تازه بی خدا شدن بعضی هاشون انقدر بشه زیاد پیروزی خیلی زیادیه، ما حاضریم خیلی پیروزی کمتری داشته باشیم. ما خیلی حاضریم که به جایی برسیم که یک کسایی هستن که ما به یه جایی برسیم که اینا مسلمان بودن، مسلمان هستن، حتی شک هم به مسلمان اسلام هم ندارن، ولی به جایی برسیم که بگن که خب بله من مسلمانم، شک هم ندارم، ولی حاضرم آتیستا رو توی به طور دوست و همسایه قبول بکنم. ببینیم مثلا ما سه تا پیروزی داریم. خب ما یه پیروزی داریم، یه نفر انقدر مثلا تونستیم روشون کار کنیم که اصلا دین رو گذاشتن کنار. خب ولی یه درصد بزرگتر کسایی داریم که دین رو نذاشتن کنار ولی حاضرن یه مقدار شک کنن به دینشون و یعنی که حداقل قبول کنن که ببینن کسایی که شک دارن به دینشون مثل که یه ذره حق دارن که شک دارن به دینشون، یعنی با اینکه من شک ندارم میتونم ببینن که خب چرا بعضی ها شک دارن، ولی یه درصد خیلی بیشتر هم کسایی هست که اصلا شک ندارن ولی ما انقدر باهاشون دوستانه مناظره کردیم و باهاشون فقط دشمنی ایدئولوژیکی کردیم بدون اینکه دشمنی شخصی بکنیم، به جای رسیدیم که اینا تونستن قبول بکنن که میتونن دوست و همسایه باشن با کسایی که یعنی به طور دوستانه و رقیبانه ما دشمنی ایدئولوژیکی داشته باشیم.
بدون که با هم دشمنی فیزیکی داشته باشیم. یعنی ما میتونیم، ما قابلیت اینو داریم که ما تجربه داریم، ما رو مسلمان ها و مسیحی ها و هندوهای خیلی زیادی کار کردیم توی 15 سال گذشته، که حتی از خیلی از مسلمان هایی که من توی ایران دیدم به شدت رادیکال تر بودن و ما تأثیرها رو دیدیم. من با کسایی صحبت کرده بودم که بهم قول داده بودن که یه روزی منو پیدا خواهند کرد و چیزم، یعنی الان باهاشون دوستم و با هم صحبت میکنیم، هنوز هم اختلاف نظر داریم، ولی من تهدیدی با کسایی صحبت میکنم که دوست شدم که یه زمانی به من تهدید میکردن، تهدید جانی میکردن مثلا به من. درست. ممنون من آوردیم بالا، حالا باز بقیه هم بیان صحبتشون. خواهش. مرسی از نظرات، خیلی خوب بود.